خب بفرمایید شروع کنیم آماده اید قبلش رو میریم دیگه چی آره،, آره آره الان که قبلش میریم خب چه خبر شما که کشورتون پر یه مدتی رفته بود لای کرونا دوباره جنوب استرالیا ولی مثل که کنترلش کردن آره اول ملبون. ملبون که رفت تو ویو دوم و خیلی بد شد نه همون فکر کنم دو ماه پیش بود نه برای یه هفته پیش صحبت میکنم اون آخه اون آره اون میدونی چی شد اون یه نفر دروغ گفته بود بعد کلا گورنمنت جنوب استرالیا ترسیده بودن و یه دفعه زدن همه چی نابود کردن ولی یه لاکداون خیلی بدی هم گذاشتن که حتی مثلا در روز حق نداری بری بیرون حتی برای یه ساعت ورزش کنی حتی حق نداشتی بری غذا بخری به هیچ عنوان کسی حق نداشت از خونش بیاد بیرون ام. و حتی رستوران ها دیگه تیکیوی ای و این چیزها هم نداشتن کامل همه چی رو بستن ولی سه روز بعدش فهمیدن اون یه نفری که تستش مثبت در اومده بوده دروغ گفته برای همین دیگه باز کردن همه چی سه هتیجا. روز رفتن بعد بود. تستش گفته یا نه خب تستش مثبت در اومده بوده ولی گفته که من اصلا نمیدونم چی شده من اصلا همش خونه بودم و نمیدونم از کجا گرفتم من فقط یه پیتزا یه بار سفارش دادم بعد دولت جنوب استرالیا هم فکر کرده که خب ببین نگاه کن از دیگه سفارش پیتزا هم دارن اینا ویروس میگیرن بعدا فهمیدن که این به طور به ایلیگالی یعنی غیر قانونی توی پیتزا فروشی کار میکرده که تو اون پیزا فروشی یه نفرم که مسئول این هتل قرنطینه هتل ما بوده کار میکرده این مسئول قرنطینه هتل از یکی از مهمونا تو هتل میگیره شب میره پیتزا فروشی کار میکنه این هم میره پیتزا فروشی کار میکنه این به اون میره بعد آه. آره دروغ گفته بوده بعدش که فهمیدن دروغ گفته باز کردن همه قپونی کشش کردن یا نه زندانه به خاطر دروغ میادن نمیدونم چیکارش کارش کردن این همین نگهبانه بود که ایمان تو میگفتی آره 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 فقط من یه نکته بگم اسم بیماری رو نگیم فقط بگیم بیماری چون که یوتیوب میاره پایین واقعا؟ چرا؟ الان حساس شدن دوست دارن آره حواستون باشه فقط ما ما همیشه میگیم بیماری این بیماری که هست شما چه خبر آرزو شما که توی لاکداونید و ما هم آره میرم توی... بیرون اشخوا. آره ما هم توی لاکداونیم البته کل تورنتو نیست چند تا منطقه شه و من چیزی که هنوز نفهمیدم اینه که یه جا من خونده بودم چون میگن مثلا دو تا منطقه ای که لاکداون کرده بودن گفته بودن که فقط با هاوس خودتون کسی که توی خونه این میتونین رفت آمد کنین مطمئن یه جا خونده بودن کسی که تنها زندگی میکنن میتونن یه هاوس دیگر دیگه هم انتخاب کنن با اونا هم رفت آمد کنن مثلا اینکه حالا اون هاوس توی همین منطقه باشه نباشه اینا ما هنوز نفهمیدم بر همین حالا من فعلا خونه نشستم آن شما منتظر این که یک کاندید برای پیدا کنید که بتونید رفت کاندید زیاد دارید کاندید زیاد مشکل کاندید نداریم کدوم <تص> کاندید رو حالا بعد انتخاب کنیم فکر کردی اپیزود امروز برای چیه؟ عالی شد این همه ایده زدم فکر کنم کجا اومده آقا یه چیزی بگم حالا اینقدر منو مسخره میکنین اوکی کی مسخره کردیم اصلا هیچ مسخره نمیکنید اصلا هیچ حرفی دروغه ولی هیچ وقت ببین استرالیا کاملا برگشته به حالت عادی یعنی الان همه ام. میرن سر کار همه رستوران ها بازه همه چی برگشته کاملا به شکل عادی به خاطر اینکه تو تقریبا تمام شهرهای ما الیمینه شده اصلا این بیماری دیگه وجود نداره یه دونه ام. کیس جدیدم نیست اصلا یه دونه کیس جدیدم حتی مثلا در چند ماه گذشتم نبوده ام. فقط حالا دی... ما که دیگه نه الان مثلا ملبورن سی روزه که یه دونه کیس جدیدم نداشته کاملا کاملا تمیز شده فقط سیدنی داره اونم نمیدونم بین 5 تا تا 10 تا کیس جدید ولی اونم خب خیلی کنترلش دارن میکنن تنها چیزی که الان توی استرالیا فرق داره با قبل از این بیماری چیزه نایت کلابا دیگه کسی مثلا نمیتونه برقصه بعد اگه میری نایت کلاب بعد بشینی روی صندلی ولی این تنها سینه چیزش دوره. مثلا سینه دوره. مشکلتون دوره. همینه الان مشکل اینه که نایت نایت کلاب فقط تازه بازن ولی باید بشینی اجازه اینکه مثلا وایسی و برقصی اینا نده میگن الان غیر زیاد شده تو کمر برای مخ زدن و اینا الان چجوری انجام میشه <applause> اتفاقا دیروز داشتم با یه یکی از دوستامون یه پسر از 24 سالش حرف میزنم میگفت اصلا انقدر به کنسی خوردم اصلا مگه میشه اصلا, اصلاً میگفتش که اصلا نمیشه قبلا انقدر آسون بود الان باید بری بشین سر میز من چی کار کنم خیلی سخته دارم یوتیوب ویدیو نگاه میکنم یاد بگیرم <applause> دیتینگ پست بیماری خنسی مگه نیست کنسی آره نیسته. من <تصفح> چون من خودم به خودم یه راست شکل یعنی خنسی, در <صحيح> خنسی باید الان میگفتن کنسی یعنی دیگه کنس یعنی خسیس آره آره بریم سر اپیزودمون بچه ها بریم کجا بگی؟ ها میگم بودیم کجا میرفتیم نریم بگو چرا؟ نه دیگه حالا انوز وقت هست آماده این همه مورد رو نوشتید یه لیست بزرگ اینجا همش اینجاست آره تو که زخ خورده ایم هست میکنم آره الان آماده میخواد بیاد بیاد اپیزود بگیه دست تو بگی بعد از ما پریا کنه تو رو بعد بعد به من بیاین بعد با, با من همکاری کنین. ما پاپکور آره، نواردیم نشه آره. میخواییم شما که دعوام کنیم گرلز فایت واتش کنین آره آه میوت کنیم میشینیم یکی از شما با من چیز بود هم هم دل بود هم کلام بود قبلا اونا همه وقتی یادت نمیاد کدومه برای چی اون آدم باید جلو بیاد اصلا یادم میاد نخواستم بگم یعنی اگه یادت میاد شاید مثلا طرف میگفت میارزه جلو بیام ولی جلو بیا میارزه یادش بیا بیا یادت هم دور صدا زد گفت بیا uh, <تصفح> هر موقع آماده اید که شروع کنم برو یک okay. دو سلام اینجا خودکست پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم در کنار من کارون جریان داره سلام فرهاد و با ما, ما هستن سلام سلام و امروز دو تا مهمون ویژه داریم از پادکست فیکاکست آرزو و پریا سلام سلام جونم براتون میگه که این اپیزود رو میخوایم با بچه های فیکاکست انجام بدیم قرار شد که با هم یه همکاری داشته باشیم و بعد از مدت های مدید که در واقع برنامه ریزی کردیم امروز بالاخره تونستیم این کار رو انجام بدیم خیلی خوشحالیم که پیش ما هستیم این کار رو میخوای یه توضیح بدید در مورد بچه ها و نحوه آشنایی ما و بقیه مسائل آره حتما چند وقت پیش بود فکر کنم آرزو به ما تکست داد گفتش که اگه میشه حالا یه صحبتی بکنیم یه همکاری داشته باشیم بعد ما یه ذره با هم حرف زدیم یه ویس رد و بدل شد ایده تراوش کردیم حس کردیم که ممکنه که حالا در واقع مطلب خوبی از تو این قضیه در بیاد به خاطر اینکه حالا اون سبک موضوعاتی که بچه ها توی پادکست خودشون کار میکردن آرزو و پریا طوری بود که حداقل من به شخصه من خودم علاقه‌مند اون سبک از موضوعات هستم بعد حالا بچههایی که پادکست ما هم گوش میدن میدونن ما همیشه گفته بودیم که دوست داشتیم نظر اعضای خانم رو توی برنامه داشته باشیم حالا به هر دلیلی یه مقدار اون دوچار پیچیدگی شد نتونستیم با اون کیفیتی که میخوایم اون کار رو انجام بدیم ولی وقتی که آرزو من با آرزو شروع کم صحبت کردم دیدم خب ای بچه فکر خوبیه چون بچه ها پادکستشون همه دختران ما این برنامه پسریم گفتیم که احتمالا بتونه یه در واقع مکالمه خوبی شکل بگیره شروع کردیم ایده پردازی کردن که راجب چی صحبت بکنیم و از موضوعات خیلی جدی داشتیم موضوعات حالا دم دستی تر که توی زندگی روزمرمون هم ممکنه بهش بر بخوریم هم داشتیم شیش هفته ای به اینا صحبت کردیم بالاخره امروز یه موضوع رو انتخاب کردیم و قرار شد که راجع بهش صحبت کنیم یه ذره هماهنگی سخت بود دیگه چون سه تا نقطه مختلف دنیا هستیم تایم ها فرق داره بعد یه نقطه بچه ما یادشون میرفت اصلا ما کیم اون وسط مم. یه ذره پیچیدگی داشت که همه هنگی رو انجام بدیم ولی بالاخره امروز شروع کردیم زبط کردن چقدر um, ساکتید من نمیدونم این سکوت از کجا میاد من تمام حواسم ببین نور من از این بهتر بود تا حرفش رو زدیم شما قرار بود تکون کردی. نخوری هر سا... نخورم میره میاد نخورم؟ نه <تصفح> نه شما تکون اص... دیدی نرفتی چرا یه تیرم نه اون عبروش تکون نه زکون نخورد اینه بدتر شدم موقعی که شرط بستیم شرط بستیم پنجا دلار اگه کارونی ناتو فوکس لپتاپ درست کنه که من راهش رو نشون دادم من راهش رو نشون دادم حالا نتیجه رو بعدم حالا بچه شما دوست دارید معرفی میخواید خودتون رو بکنید هر کدوم که دوست دارید اول پریاتون خب من پریام من تو استرالیا زندگی میکنم من آرزو رو از تقریبا 15 سال پیش میشناسم ما با هم دانشگاه تو ایران میرفتیم لیسانس آیتی خوندیم جفتمون ولی اونقدر با هم دوست نبودیم مثلا من آرزو از طریق یه دوست دیگه میشناختم بعض وقت تو مهمونی ها میدیدمش می دیگه من اومدم استرالیا آرزو رفت کانادا بعد تو فیسبوک هم دیگر پیدا کردیم یکم اونجا با هم بیشتر آشنا شدیم بعدم از دو سال پیش فکر میکنم تقریبا ما یه گروه واتساپ داریم با چهار پنج از دوستای دیگهمون دیگه از اون موقع دیگه خیلی با هم دوست شدیم و خیلی نظرهای همدیگه رو میدونیم و خیلی بحثای خیلی جدی میشه تو این گروه یعنی <laughs> یعنی یه دفعه مثلا من شب خوابیدم صبح پا میشم 400 تا مسیج دارم بعد دونه دونه اینا مسیج هم نیست اینا ویسه اینا مثلا ویس های دو دقیقه <laughs> بعد دیگه من از خواب پا میشم شروع میکنم دونه دونه خوندن و جواب دادن و اینا بعد قشنگ میریم تو وارد بحثای خیلی جدی میشیم و بعد من از اون موقع فهمیدم چقدر من آرزو نظرمون با هم فرق داره <applause> فرق داره یا شبیه ببین خیلی چیزایش به به بی موضوعات شبیه علاقه داریم و خیلی جالبه که خیلی کتابایی که کتابای یه جور کتاب خونیم و یه جور پادکست گوش میدیم ولی خب خیلی جاها هم با هم اتفاقا فرق داره نظرمون فرق داره زاویه همون فرق, فرق داره برای همین گفتیم که دیگه رفتیم تو لاکداون و وقتم اضافه داشتیم و اینا من یه روز اومدم تو گروه گفتم که بچا یه کاری بکنیم که وقتمون تلف نشه بعد آرزو گفتش آقا من هستم بیا یه پادکست بزنیم همینو گفت هفته بعدش ما داشتیم ضبط میکردیم <laughs> به این, این هم بزن. بزن. سوالی که دارم گفتید صبحی بیدار میشین 400 تا مسیج اومده بعد از اون ور وقتتون تلف نشه شما 400 تا مسیج دونه یه دقیقه گوش بدید 400 دقیقه دونه 30 ثانیه هم جواب بدید میشه مثلا 200 دقیقه یعنی 600 دقیقه 10 ساعت میشه روز 24 ساعته بعد از یه مدت حرفه‌ای میشی دیگه مثلا با یه دست کار می‌کنی با یه دست گوش میدی گوش میدی با رکورد می‌کنی جواب می‌ذاری آره نه یاد می‌گیری کارش یاد گفتم <applause> شاید شما زمانتون تو استرالیا بیشتر من اگه یه همچین گروهی باشه صد درصد بلاک میکنم همه رو دونه دونه همه رو بلاک <تصفيق> <تصفيق> میکنم این گروه با اون گروه خیشاوندان فرق داره <تصفيق> 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 بچه های <این> گروه دوستی ما گروه داریم ایمان ما گروه میسازیم اولین کاری که میکنه میوتش میکنه اصلا نمیدونه تاپیک چیه فقط میوت <applause> آدرس شما میگه 400 تا مسیج ما اینجا مسیج روزانه به هم میزنیم سوال داریم از هم کسی جواب نمیده بارها اتفاق میفته یکی یه مسیج هیچ کی جوابشو نمیده چند روز میگذره نیاز نیاز واجبه اون جواب <applause> نمیدن اصلا بچا نمیدن همه هم, هم, هم کارو میکنی. <applause> ولی... این میکنیم این آدمای <applause> شما چی آرزو شما هم شما هم رو میشناسی بعضی موقع شده که نظرا نسبت به همدیگه متفاوته مثلا یکی میگه من که خیلی خوب میشتم میگه من اصلا با هم دیگه آشنایی هم نداریم حالا <applause> <applause> من پری من پری از دوره لیسانس تو ایران میشناسم اون تا اونجایی که پری وقت دانشگاه نمی اومد کلا ما زیاد اینتراکشنی نداشتیم نه سر میومد ها می یه امتحان میداد خدا اگه سر کار میرفت بعد کلا دانشگاه رو در خور حضور خودش نمیدونست نمیومد ولی آره با سمی اونجا مثلا زیاد نمیدیدیم همدیگر رو ولی همونطور که گفت دیگه من اومدم کانادا و دیگه جان تعریف کرد دیگه با هم دیگه پادکست با درست کردیم و اینا بعد دیگه مثلا یه ماه دو ماه از شور پادکست گذشته گذشته بود خب اولا خیلی کارش و حجم کارش زیاده دیگه کلی مثلا کاری باید, باید بکنی که قبلا بهشون فکر ن که خیلی وقت گیر بود اولش بعد یه بار فریا برگشت هم گفتم ببین من اون گفتم بیا پادکست درست کنیم شوخی کردم و اگه تو چیزی نمیگفتی کارت نمیزدی خونش در شوخی کردی <applause> ساعت دو صبح من دارم ادیت میکنم تو بدبختم کردی با این شوخی که کردی <applause> حالا الان راضید از پادکستی که یعنی خوشحالید که این اتفاق افتاده و رضایت خاصه رو دارید از هر چی آره, آره من خیلی خوشحالم آره بعد آره. من به نظرم خودمون خیلی بیشتر یاد گرفتیم حالا درسته که مثلا یه سری آدم هم بهمون به گوش میدن ولی برای خودمون به نظر من خیلی تجربه خوبی بود آره فکر کنم من خودم به شخصا میدونم تو هم یه ذره اینجوری هستی پریا میگه از علتی که دوست داشتم پادکست رو بندازم اینه که تو رو ملزوم میکنه که حالا هر هفته یا دو هفته یه بار یه موضوع خاص رو بگیری و فقط سطحی راجبش ندونی یه ذره بری بیشتر توی عمق و خب مثلا اگه حساب کنیم مثلا بعد یه سال تو اگه حالا هر هفته ریلیس داری 52 تا موضوع خاص حالا کمتر به حال کلی موضوع خاص هست که راجبش خیلی زیاد میدونی و این نه تنها آگاهی تو دانش تو بالا میبره بلکه با آدم های مختلف میتونی راجع مسائل مختلف حرف بزنی مثلا یه سری از اپیزودهایی که ما داشتیم من هیچ وقت فکر نمیکردم بتونم با یه نفر راجع این موضوعات حرف بزنم و اینقدر راجبش بدونم یعنی فقط به خاطر که این اتفاق افتاده اتفاق خوب دقیقا. خوب دقیقا این تجربه رو ما هم داریم یه وقتی... میشه من میبینم چون ساعت مثلا دوازده یک شبه دارم روی موضوع پادکست کار میکنم در ساعتی که اگه این حالا الزام پادکست نبود آدم احتمالا تو وقت شب کار دیگه داره انجام میده این دقیقا نکته اولی که داره اینه که باعث رشد شخصی خود ماها میشه این خیلی خوبه که شما همین تجربه مشترک داشتیم من بلد. سوال داشتم در مورد اسم پادکستتون خواستم ببینم چه جوری به این اسم رسیدین و چه معنی میده من بگم um, فیکا یه کلمه سوئدیه به نام بریک uh, یه, یه،, یه ترمی دارم به نام بریک سوئدیا که به معنی مثلا یه زنگ تفریح میمونه که میشنن یه کافی با یه دونه شیرینی و اینا میزنن برای همین و ما خیلی دنبالش گشتیم مثلا دنبال اسمای ایرانی هم بودیم بعد فکر میکنیم که آخرش پسوند بذاریم نذاریم چجوری تو فارسی تلفظ میشه چجوری تو انگلیسی تلفظ میشه بعد یکی از دوستای من این اسمو پیشنهاد داد و ما فکر کردیم آره یک کستم میذاریم آخرش فیکا از خیلی هم جالبه دیگه اینجوری شد شما اگه اینترنشنال بشین تو سوئد میتونید بدید کارو سوئدی باید حرف بزنیم و ببین یه نکته داشت میخواین بریم سر اپیزودمون کارون یا هنوز احساس میکنی بودیم حالا میتونیم باشیم هنوز نمیدن بچه ها کارون دوست سر سر اپیزود خوشش شما نه آخه یه ذره چون مدل اپیزود فرق داره با اپیزود که قبلا رفتیم مدلش واقعا دیگه خیلی گفتگو محوره و قراره که همه ما مشارکت کنن برای همین خیلی حالا مرز مشخصی نیستش تا اینجا صحبت های معمولی اینجا بعد اپیزود میتونیم خیلی یک بارو. آرز زریف وارد مشکلاتی بارو. که آرزو داره با قوانینی که توی تورنتو وضع کردن بابا خیافت اونجوری من زنگو چون قوانین رو خیلی هنوز مشخص و از نکردن تکلیف ما روشن کنین قوانین قوانین واضح بگی من بدونم اینجا خیلی مشخصه اینجا گفتن کسی که تنها میتونن با یک یا دو نفر در ارتباط باشن حتی خب ما اینجا اون مرزبندی شما رو نداریم منطقه منطقه نیست یعنی اون هم شما قرمز و نمدارین چینا دارید آره تو قرمزم قرمزم نه بعد قرمزم لا... لاکداون تو لاکداونم فکر کنم آره. بعد لاکداون بعد قرمز فکر آره اینجا اون طبقه بندی رو نداره اینجا ولی گفتن ام. که یک یا دو نفر میتونن در ارتباط باشن اوکی. ولی به شاید که اون یک یا دو نفره هم با کس دیگه در ارتباط نباشن یعنی سختش یه... نکن دیگه اما... باشن نه آخه مثلا بگی من این هفته با این دو نفر در ارتباطم هفته بعد با اون دو نفر بعد اینجوری تنوع طلبی آره این به, به کل شهر, شهر میرسه چرا بعد فکر میکنی من میخوام برم مامان امینا رو ببینم مامان امینا یه منطقه دیگر از اون نظر نه من راجع شما نمیگم کلا دارم میگم ولی خب خانواده که جز اون بابل مگه حساب نمیشن اگه فقط اون نه رو دیگه رو اگه تو یه خانواده زندگی نکنین یه هاوس ها. نیستین نه مهم. من فقط یه نکته رو بگم من کامپیوترم تصویرتون هی میره و میاد مشکلی داره کامپیوتره اگر که من دیدین شکلک های عجیب دارم در میارم تصویر نیست ولی خب صدام مثل اینکه که نشون داده که به مراتب صدای پخش میشه خلاصی فقط خواستم که در جریان باشید داستان چیه؟ آره. بگو کارون باشید من یه سوال دارم بله بفرمید. شما از اول هم نفر بودین تو پادکست؟ شید. یه لوگویی داشتین دو عکس دو تا آدم رو شکفه میکنم کارون و ایمانه عکس الان نه. نه. نه, نه یه لوگوی قدیمی سه داشت... نفر بودیم سه. فقط عکس من روش بود درسته؟ صورت فقط صورت من بود دیگه یه دونه بود. یه من بود فکر کنم یه میکروفون بود عکس دو نفر از این برنامه که من فکر کردم کارون و ایمان آها درسته لا, اون اوایل اول ایمان داره قبل از اینو میگه قبل از اون. ایمان داره سه احا. سال و نیم پیشو میگه اونی که شما <تصفح> میگید مثلا مال دو سال فکر کنم پیشه آره یه زمانی دو نفر بود ما اول سه نفره شروع کردیم من و ایمان و فرهاد بعد فرهاد یه مدت با ما نبود اون موقع من و ایمان دو نفره بودیم بعد یه نفر دیگر رو داشتیم بعد اوشون رفتن فرزاد اومدن فرهات اومدن دو, دو تا خالیه این پشت که هی جایگشت مختلف داریم امتحان میکنیم مثلا این دوتا برن دوتا دیگه میان همینطوری بچه ها میرن و میان من و کارو آره. ثابتیم ولی الان خداش یه که فصل کامل بوده که چهار نفری و... آره ما قرارداد بستیم آره بچه ها رو ما فصل اگریمنت هم ما اولش تعدادمون کمتر بود بعد خیلی کمتر شد بعد دوباره رسید به چهار نفر خب می‌خوای وارد موضوع بشیم یا وارد موضوع بشیم می‌خوای تو معرفی کن موضوع قبل اینکه وارد موضوع شیم من یه دقیقه برم چراغمو بیارم این و ببینم این بهتر میشه به نظر من, من تأثیری نداره منم هم نظرم همینه آره خوب ولکن آره برو بگید ببینم که چی میخوایم بگید آره ما گفتم ما موضوعات مختلفی رو مطرح کردیم فکر کنم تهش یه شش هفت گزینه داشتیم که از بینشون انتخاب کنیم یه سریاشون خب جدی تر بودن یه سریاشون میگم دم دستی تر بودن و جوری بودن که احتمالا توی زندگی شخصی آدمای بیشتری باشون در ارتباط بودن و در واقع باش ارتباط راحت میتونن برقرار کنن ما حالا تصمیم گرفتیم که بیشتر به سمت موضوعات دم دستی بریم که هر کدوم از ماها تجربه منحصر به فرد خودمون رو درباره اون موضوع داشتیم و اون موضوع چیه اینه که راجبی صحبت میکنیم توی حالا مقوله دیت کردن یا آشنا شدن با آدم های جدید برای حالا وارد رابطه جدی یا نگیم جدی وارد رابطه خاص شدن نه حالا دوستی معمولی رابطه چه... خاص؟ آره خاص یعنی این که شما شما که آیتی خوندی میتونی رابطه یک به ام داشته باشید با یه عالم آدم اون میشه رابطه معمولی ولی رابطه خاص اینه که قاعدتا با یک به یک باشه دیگه حتی مدل مختلفش مطرح شده یک منظور رابطه آله. جد. فابریک آخه جدی هم نیست دیگه خاصه یعنی لزوما قرار نیست جدی باشه ولی خاص بودنش به این معنی که در واقع اون کیفیتی رو که شما با اون آدم داری لزوما با آدمای دیگه نخواهید داشت هرچند که میتونه در این حال جدی هم نباشه ممکنه مثلا بعد یک سال از بین بره منظور اینه رابطه خاص از نظر من اینه که مثلا یه نفر بره با یه سلبریتی دوست بشه یا مثلا اینجوری <تصح> وگرنه چرا سلبریتی یا خاصه وگرنه اگه منظور تیم باشه که یک به یک باشه میشه رابطه يه... وفادارانه رابطه نه نه لزومیان یک به یک ولی مثلا شما در انتخاب دوست معمولیتون لزوما ویژگی هایی نیست که برای شما خط قرمز باشه ولی در انتخاب کردن اون <welche ăn> آدم خاص <P sending> یه عالم ویژگی ممکنه باشه که الان من میدونم خودت یه لیست بلند بالا میخوای تو این قسمت برام آره قرار شد که راجع این صحبت کنیم که توی دیت کردن یا حالا آشنا شدن با اون آدمایی که احتمال میدیم ممکنه رابطه خاص و متفاوتی باشون با داشته باشیم چه ویژگی که برای شما خط قرمزه یعنی اون ویژگی اگه از طرف سر بزنه دیگه میگی که نه مثلا این نمیشه حالا انگلیسی ها اصطلاح ترناف رو دارن ما توی فارسی نمیدونم مورد به فارسی شد, حالمو شد. حالمو زده ها حال اما گرفت حال, زده حال, زده حال. بگیره زده نه زده حال خورد تو زقه ها خورد تو آره آره اون معدبانش آره خورد تو زقم بعد قرار شد که راجعه اون سوال باید من میتونم از خودم شروع کنم یا آره بگو بگو بگو. من مورد اول از خودم میگم من روی شدت صدا خیلی حساسم خب فرض بفرمایید که شما مثلا اگه سر میز دو نفری نشستید با یکی صحبت میکنید اگه حرفی که اون میزنه میز بغل شنیده بشه من میره رو مخم خب یعنی اون صحبت باید عمید. توی مهد عکبی. توی توی مهد بذار جلوتر مثال بزنم بیشتر معلوم اون صحبت باید توی محدوده همومیز بمونه صدا اگه خیلی زیاد باشه میزای دیگه بشه ها من رو اصابم این کجا خیلی خودشونشون میده بزن من بگم آقا آقا من بپرسم ببینم صدای بلند اذیتت میکنه یا اینکه پرایوسی تو رایت نمیکنه اذیت میکنه آها اینا با هم میاد دیگه یعنی صدای بلند چون پرایوسی رو از بین میبره رو اعصاب میره بعد این کجا خودشونشون نشون میده توی ماشین خب شما فرض بفرمایید تو ماشین که نشسته باشید حالا زمستون هم باشه شیشه ها بالا آدم ها که با هم سوال کنه اگه ایشون خیلی صداشون بلند باشه یه جایی هست که این صدا میفته توی ذهن تو بعد اینجوری حالت دیوونواری به دست یه اصطلاح هست بهش میگن جفپا صدا که خیلی زیاد باشه دوست داری با جفپا بپری تو صورت یارو که این صدا دیگه تولید نشه به بهت فشار زیاد من رو صدا هست یعنی صدا اگه خیلی بلند باشه بعضی عادت هم با صدا بلند حرف میزنن نه که چیز بدی باشه من من نمیتونم من به فشار میاد اما معذور جفار از شما میپذیریم به خاطر اینکه اون میز نشنوه رو اومدی علکی بگی بگی مثلا به خاطر اینکه الانه که باسه کووید دو متر قبل از اون همه رسلونده تو دهن هم دیگه میز میچینن نوال ما تو دهن کسی نمیشست نه آره ولی بازم تو میتونی یه جوری صحبت کنی که میز بغلی نشنوه آره همیشه آره میشه آه، ولی خب تو ماشین که دیگه میز میز دیگه ای نیست من این تو, ماشین, آه، تو ماشین هم, هم خرم خرم یه ترشولدی داره اون ترشولدی که رد تو دوست داری با جفاد ها... یه حالا حملت... ها... کارون یه سوالی این مهمترین چیزه یعنی اگه همه چیز خوب بود ترنافاس دیگه نه این یکی از موارد دیگه اوکی نمیتونه اگه همه چیز خوب بود این یه دونش مثلا صداش بلند بود اوکیه <applause> نه. نه همه چیز خوب که نداریم که این حالا یکی از مواردیه که میتونه همه که مثل من نیستن که <تصفيق> آره <تصفيق> ولی نمیتونی بهش آره بگی آروم صحبت کن مثلا یه ذره نه بابا نمیتونی بگی چی آخه نه. روز نه. اول آروم شو صحبت کن <applause> <applause> آره حتی نه بتونی بگیم این در واقع چیز در واقع ویژگیه که به اون آدم متصله طرف نمیتونه عوضش کنه به یکی بگی صدا تو عوض کن اون که نمیتونه صداشو عوض کنه ام. اون عادت کرده اینجوری حرف بزنه حالا 20 اندی سال 30 اندی سال اون لحظه دیگه تو نمیتونی اینو بخوای عوض کنی بعد عوضش کنه میشه یه آدم دیگه تو حاضری ام. مثلا یکی به خاطر خودت عوض کنی نه این اون مورد ام. اول بود خیلی این یه ترن آف باشه اصلا نه راست میگه این هست آره. ای من بهش فکر نکردم یعنی تا حالا صدای هیچ کی تو مغز شما نیافتاده من خودم خیلی صدام بلنده الان که اینو گفتی الان چیزم دیگه از چیز دارم هر میخوام حرف, حرف بزنم <تصفح> معذبم فکر میکنم میگم کن آدمایی هستن مثل کارون که میخوان جفا بپرن حالا حالا مثلا رو میکنی منم دقت کردم راست میگه صدات بلنده پریا الان از اون همین گفته کارون از مخاطب نه الان پریاد میشینه مرور میکنه چه آدمایی بودن که مثلا به هر دلیلی رفتن ولی دلیل اصلی رو نگفتن و این بوده من تازه فیلم هم یکی از چیزهایی که دختر رو جذاب میکنه جدی دارم میگم مثلا صدای بلند هیچ وقت نه خب مثلا سر حال سر حال بودن فرق داره آنه. مثلا انرژیش زیاده دلش پر آره. آخه ببین ده. مثلا من دارم راجع به <تصفح> یه موضوع خاصی با طرف صحبت میکنم من دوست ندارم سه تا میز اونوری هم بشنوه اینو دارم. اینو متوجه هستم این حریم خصوصیه که میگی مثلا دوست ندارم کسی بشنوه نه ولی من آلی. مثلا من شخصا جای شلوغ هم خوشم نمیاد یعنی مثلا من کلاب و اینجور چیزا رو اصلا نیستم به صدای زیاد و شلوغی و اینا حالا آه. چون اصلا دو جالب تار... نقطه... بگم حالا راجع به نظری که کارون داد حالا تو اصفهان که بودیم حالا بیشتر بیشتر پاپیل جمعیت اصفهان خب جمعیت کانسرواتیوی همیشه حواسشون هست اینا بعد کافی شاپ اینام حالا اون دورانی که من میرفتم اینطوری بود که تا میرفتی واقعا این رعایت میشد یعنی همه حواسشون بود که حرفشون مثلا میز بغلی نشنوه دارم مثلا اشغولانه در میکنن اینا کسی مثلا متوجه نشه اینا اومدم کانادا کامل برعکس این بود چون اصولا کانادایی ها یا حالا خارجی ها خیلی با تونه تون صدای بلندتر صحبت میکنن عادت دارن ره. بعد خب ناخداگاه بعضی وقت آدم میشنوید مثلا چیزایی که میگفتن و داشتن با هم به اشتراک میذاشتن خیلی تجربه دیگه اصلا ما یه دیدون... مدت میرفتیم کافیشاپ که بقیه رو بشنیم چی میگن میشنیم فقط دور و بر <applause> <applause> از همه بدتر چیزان چینی ها خیلی با عصبانیت حرف میزنن کدومشون بلند بلند حرف میزنن بوله شمالی دعوا میکنن تون صدای ده... شمالی دعوا شمال شمال میکنن ممکنه اینطوری نباشن الان اینطوری هم نگیم نه مدل حرف زدنشونه آقا بریم من من جالب شد برام بگو یکی دیگه بگه ایمان بگو بفهمید حالا یکی از شما بگین شده بفهمید آره یه دونه شما بگو تو بگی نه تو بگو تو بگو من نظر میدم من اوکی من برام ترناف اگه دفعه اول با یه پسری میرم دیت پول منو نده حساب نکنه شمشی رو از رو بس فریاد ببین آخه از یه طرفم ببین من اینو میفهمم که یه جسچر یه چیز قشنگی که وقتی پسر میاد یه بذار من بدم خب ولی از یه طرفم خب نامردی مثلا پسر اگه مثلا تازه میخواد با آدم های مختلفی آشنا بشه هنوز جدی نشده رابطهش میخواد نمیدونم مثلا با پنج نفر این ماه بره بیرون ببینه مثلا با یکیشون میشه رابطهش جور بشه یا نه ولی میخواد پنج, پنج بار پول بده آره دیگه هست وقت من آره من بیشتر <applause> من هفته. مثلا چهار هفته, هفته, تو ما بیشتر از چجوری بیشتر خب اصلا با چهار نفر بره بیرون برای اگه بخواد هر دفعه پول یه دختری بده که اصلا نمیشناسه و معلوم نیست کد بشه و نشه و یه روز اول همون میرن فقط همگیان میشناسن و ادامه های نمیدن خب گرون در میاد براش دیگه مثلا خب اصلا درست و من... تو با هر کسی با همه بری هر هفته روی یه نفر فوکس میکنی میری بیرون ببینی میشه نمیشه نشد میری نفر بعدی خب حالا حالا مثلا به این کارون بید. با یکی رفت بیرون با کارون ی... خب. با یکی رفت بیرون یارو صداش بلند بود خب نمیاد دفعه دوم بره بیرون دیگه میره روی یکی دیگه فوکس میکنه حالا دلیلش چیه چرا این ترن ببین ام... نمیدونم به خاطر اینکه میکنم مثلا ممکن خصیص باشه الان من سوالات تو ذهنم بیشتر میشه مثلا اسم میکنم ممکنه طرف خصیص باشه خب من نمیخوام با یادم خصیص باشم ام... یا نمیدونم به نظر من جنتلمنه کسی که میکنه یا آه آه مثلا چار. یه بار میری بیرون بار دو مثلا دوم یا سوم منم میدم ولی بار اول برام مهمه یعنی دقیقا همینی که پریا گفت اگه نده من میگم یارو همه با ده نفر میره بیرون اصلا قصدش جدی نیست که مثلا جدی با این نفر دیت کنه خب همین چرا حالا جنتلمن بودن تو به اینه که اون پول رو بده یعنی چی شد که این صفت جنتلمن بودن شما و ببخشید پول رو حساب کردن رو وصل میکنید به جنتلمن بودن رفتیم آن کانش آره من بی مثلاً، م... میتونه مسئله حالا بعد شما میتونه مسئله فرهنگی باشه یعنی تو محیط هایی که ما بزرگ شدیم از اول اینجوری بوده که انسان جنتلمن کسیه که نظر مثلا جنس مخالف دست تو جیبش کنه م... میتونه باور شخصی باشه من فکر میکنم چون مردا همیشه مثلا سال هاست مثلا صدها ساله که ناناور بودن حتی از زمانی که تو قار زندگی میکنیم فکر میکنم این یه جوری رفته تو دی ما که احساس احساس میکنی که این مثلا پسره میتونه سابپورتت کنه میتونه حمایتت کنه یا هرچی حتی میدونم خیلی ها خیلی قشنگ با مرور زمان عوض شدن و خیلی از خانوم ها اصلا همچین فکر هم ندارن ولی خب من کاملا عوض نشدم. اون دفعه اوله برام مهم مثلا اینجوری هم نیستم بگم هر دفعه بده ولی دفعه اوله برام یه نشانه هایی دارد خب من سوال شما یه اپیزود رفتید راجبه حالا نابرابری حقوق مرد و زن مهم. شما من سوالم اینه که به نظر شما این قضیه به صورت ایمپلیسیت یعنی به صورت ضمنی تاثیر نمیذاره رو اینکه تهش مرد باید باعث درآمد بیشتری داشته باشن یعنی اینکه شما انتظار داشته باشید که حالا حالا گفتید دفعه اول یا بگیم انتظار داشته باشیم که بیشتر مواقع مرد حساب کنه خب این تهش این باور رو توی جامعه به وجود نمیاره که خب مردو پس باید درآمد بیشتری داشته باشن که بیشتر هم خرج کنن از یه از اون مث... ورش اگه بخوایم نگاه کنیم فرض کنید شما با یکی رفتید بیرون دو نفر شرایط کاری یکسان شرایط در واقع سوشال استاتوس در واقع یه جایگاه یکسانی داری درآمدی یکسانی دارید این اونجا هم منطقیه که همچنان انتظار داشته باشید باز دفعه اول طرف حساب کنه بابا یه،, یه دفعه کسی پولدار رو بی پول نمیشه به نظر بحث پولدار رو بی پول شدن نیست بحث اینه که نوع نگاه هست یعنی استدلال پشتش چیه من چرا باید این انتظار رو داشته باشم که اون آدم این کارو بکنه اون قضیه هست یعنی من پسر ممکنه یه عالمه انتظارات از دختر داشته باشم هر از ماها اونو مطرح کردیم تو همین سوالو از ما بپرس حتما ولی حالا چون تو بعد شانس بودی <applause> علایق شخصی هم هست دیگه یعنی مثلا یکی یه چیزی دوست داره دلیل بر این نمیشه که حالا میدونم تو میخوای چی بگی ولی یه ویژگی که آدم دوست داشته باشه دلیل بر این نمیشه که تمام حالا اون باورهایی که در مقابل حالا حقوق زن و مرد داره اونها پایمال بشن منم خواستم بگم خواستم بگم در درجه اول حس خوبی به میده به همین سال. جذابیت ایجاد میکنه جذابیت من... آره. حس خوبی به میده در درجه من جذاب. من, یه چیز من جلیل اینو اتفاقا به صورت علمی توی کتابی خوندم که <تصال> ببین زن ب... در... اصلا در طول تاریخ خب مثلا زن ب... جستشون ضعیف از مراس اینو میدونیم بعد ها همیشه دنبال مرد قوی گشتن به خاطر اینکه می‌خواستن یک کسی ازشون حمایت کنه حالا مرد قوی یعنی چی یعنی که اگه مثلا یه مم یه شیر بهشون حمله کرد یارو انقدر قوی باشه که شیره رو مثلا نخوره زن و بچه‌شو یا اگه قبیله بغلی براش مثلا حمله کرد بهت مثلا زن و بچه‌شو زنده بمونن مرد قوی در مثلا سال هزاران سال گذشته یا مثلا مرد بتونه بره بیرون غذا بیاره برای خونه موقعی که مثلا نمیدونم زن حامل است یا بچه کوچیک داره نمیتونه خودش بره غذا شکار کنه و فلان و اینا خب این در طول تاریخ باعث شده که زنها همیشه دنبال پارتنری بگردن دنبال شریکی بگردن که بتونن در مواقعی که احتیاج دارن بهشون تکیه کنن نه همیشه ولی خب مثلا نمیدونم ده بار بچه دار میشدن دیگه خب حالا ده بار بچه دار میشه خب وقتی که حامله ای نمیدونم نمیتونی مثلا از خودت شاید مراقبت کنی تو اون مدت یا مثلا بچه کوچیک یه سال اگه پنج تا داری نمیتونی از خودت مراقبت کنی خب و این ناخداگاه باعث میشه زنها به مردهای قوی جذب بشن حالا در طول تاریخ مرد قوی از و هیکل و اینا بوده ولی این امروز دیگه جسه و چقدر زور بازوداری مطرح نیست ولی امروز چی مطرحه؟ این مطرحه که حالا اگه من باز همون مسئله اگه مثلا من چون خواستم بچه دار بشم و یه اتفاق بدی برام افتاد نتونستم برم سر کار دو سال مردم اونقدر درآمد داشته باشه که من قبض خونه رو بتونم بدم مثلا خونم سرد نباشه مثلا بتونم قبض برقمو بدم مسئله مسئله لاکچری و ماشین فلان و خونه فلان و اونا نیست مسئله اینه که به هر دلیل اگه من به خاطر شرایط زن بودنم نتونستم از خودم مراقبت کنم که میگم باز این کمتره تو این روز جامعه های امروز مخصوصا کانادا استرالیا امریکا به تو مثلا مترنیتی لیو میدن و دولت تو رو حمایت میکنه ولی تو همیشه پس زندگی ذهنت هست که به هر دلیلی من اگه خواستم با این آدم ده سال دیگه مثلا ازدواج کنم و بچه بشم بتونه انقدر درآمد داشته باشه که مثلا من بتونم غذا بخرم بتونم مثلا قرض برقمو بدم مثلا پول خب یکیشه یکی دیگه یکی هم چیزه چ... چیز شغل و کار هست و تو اگه نگاه کنید در به صورت آماری به این قضیه نگاه کنید در کل جوامع کل کشورهای دنیا زنها بیشتر زنها مردایی رو انتخاب میکنن به عنوان شریک زندگیشون که یا در سطح خودشون باشن یا بالاتر باشن خیلی کم پیش میاد پیش میاد ولی اه... چیز نیست اه... قالب نیست که زنها مثلا برن هایپرگامی بهش میگن دیگه به این مفهوم آره و این چون مال یک جامعه نیست نمیتونی بگی این فرهنگیه چون این در کل و... خیلی جالب از نظر سنی هم همینطور زنها معمولا مردهایی انتخاب میکنن و مردها زنهایی انتخاب میکنن که از خودشون چند سال کوچیک تر باشن میدونی باز تفاوت سنی هم همیشه معرفی میکنم وکیلم پریا <تصحنت> من, من به من این ضرورت هایی که بر اساس زیست ما میاد در بر اساس بایولوژی ما میاد رو من کاملا میفهمم خب ولی اگه ما همیشه بخوایم همه معیار و میزان قضاوتمون رو بر مبنای این موارد بذاریم یه سری استدلال های دیگه مطرح میشه توی موردهای خاصی ام. که ممکنه مطابق میل ما نباشه کجا اگه ما بخوایم بایولوژی رو بگیم که حالا تو، توی تکامل زنها با ترجیح میدادن با مردهایی باشن که قدرت بیشتری دارن حالا یه زمانی قدرت میگفتیم زور بازو بوده که بتونه بره شکار کنه امنیت رو حفظ کنه واسه اینکه خانوم بتونه بچه رو بزرگ کنه از اون طرف خب مردها توی همون تکامل باید تلاش میکردن که تا جایی که میتونن تعداد فرزندان بیشتری داشته باشن که این چجوریه یعنی باید تعداد همسر داشته باشن آیا ما توی جامعه مدرن الان این رو میپذیریم که خانم دنبال مرد قوی باشه حالا تعریف قدرت و هر چیزی که هست پوله الان فرض کنیم پوله این رو میپذیریم اگه خانم دنبال مرد قوی باشه که پوله پولدار باشه مرد هم همچنان دنبال این باشه که تعدد حالا پارتنر داشته باشه اینو ما میپذیریم ماستا رو با قیمه ها کردیم نا دیگه شما آره. میگید بیولوژی منم میگم بیولوژی اینه. نه من اتفاقا من قبول مگن... دارم. به نظر من قابل قبول نیست ولی پیش میاد. خیلی از مردا تعداد اصلا اتفاقا تو با آرزو و چند تا از دوستام داشتم خب... حرف زدم که خیلی از پسرای امروز وقتی باهاشون صحبت میکنی میگن خب نه این زنم من زنم خیلی دوست دارم ولی دلیل نمیشه من مثلا میخوام یه شبم برم با یکی دیگه. خب این همون بیولوژی هست. قابل قبول نیست ولی وجود داره. مسئله این نیست که این درسته یا غلطه. مثلا اینه که من که میگم که وقتی زن دنبال مرد قوی میگره نه اینکه از من نمیشینم مثلا آرزو من نمیشینیم که بگیم که یارای پول نداشته باشه من اصلا باشه نمیرم بیرون این نیست ولی اگر که مثلا ببینی درآمدش بهتر و مثلا میتونه زندگی بهتری برای تو تر فراهم کنه تو ناخداگاه جذابتر میشه برات اصلا شرم ندونی چرا ولی این قوی بودن این مرد برات جذابتر میشه و مرد هم من حالا درست نیست دم اکت کنه مثلا درست نیست که بگی من فلانی انتخاب میکنم چون درآمدش بیشتر از فلانی خب این از قابل قبول نیست منم قبول دارم که قابل قبول نیست مخصوصا وقتی که دو نفرشون میتونن شرایط زندگی خوبی و فراهم کنن حالا شاید یکی مثلا ماشین مدل بالاتری بخره این دیگه واقعا بیخوده میدونی مثلا مسئله فراهم کردن همین هم دیگه اولیه دو نفر عین هم باشن یکشون پولدارتر از این که باشه داریم میگیم اونی که پولدارتره دیگه جذاب جز... من میگم جذابتره من میگم جذابتره ولی ولی این خب از این طرف هم میتونی بگی ق... قابل قبوله واقعا مثلا دو نفر تو بعد ها رو مثل ا... به خاطرش چیزای دیگه انتخاب کنی بعدم میرسه به یه جایی که یه نفر میبینی که مثلا نمیتونه اصلا مراقبت کنه وقتی پولش مثلا خیلی پایینه یکی دیگه مثلا میبینی که میتونه مراقبت کنه این دوتا با هم فرق داره تا اینکه دو نفر جفتشون میتونن مراقبت کنن یکیشون حالا یه ذره شاید مثلا, بهت... مثلاً مسافرت های بهتری بری خب اینجوری دیگه آره نباید میاره انتخاب باشه نیبیدی شما, شما, شما جا در جایی در ما فکر جاهایی که هستی وفور نعمته نه شما فکر وفور نعمته یه نفر اینجاست یه نفر یه جاهایی هستن که اصلا همون یه نفر هم نیست باید بین بدترین و همون بدترین همون بدترین رو انتخاب خب، کار کارو خب، خب، همینو دارم بد میگم یعنی بدون اینکه بدونی جذابیت داره ایجاد میکنه یعنی این اصلا منت... من تو من اینو کامل میفهمم من کاملا با دلایل بیولوژیک اوکی ام یعنی که پدر بیولوژیک ایرانه نه من خودم این رو خب تجربه کردم تو به صورت قریزی ممکنه اصلا جذب یک مدل اندام خاص مثلا بشی این دیگه تو نشستی فکر کنی این احتمالا فرهنگ تو هم نیست این یه چیزی از درون تو که توی دی ای تو ممکنه کد شده باشه من این رو کاملا میفهمم ولی حرف اینه که حالا جامعه الان ما خب خیلی فاصله گرفته از اون چیزی م. که دی ای ما توش به این شکل در اومده اونجا اون محیطی که در واقع انسان توش تکامل پیدا کرده توی جامعه الان دیگه یه سری استاندارد ها یه سری اعمال و افکاری که قدیم خیلی رایج و خیلی پذیرفته شده بود پذیرفته شده نیست مهم. مثلا حالا قضیه چند همسری قدیم خب خیلی اوکی بوده همه این کارو میکردن الان خب چیز دیگه مضمومه رس... یه کسی همچین من اصلا رس... هفتو قبول نداشتم و... آره, ب... آره بعدش ب... من میگم خب یه سری کیفیت الان دیگه پذیرفته شده نیست ما ای که حالا شروع کردیم انقدر تغییر کردن چه یه سری کیفیت ها رو همچنان نگه داشتیم یه سری رو نگه نداشتیم میگیم اگه حالا زن به صورت بایولوژیکلی جذبه یه همچین ویژگی میشه خب احتمالا باید یعنی منطقیش اینه که این امکان رو این فرصت رو به مردم بدی که به صورت بایولوژیکلی بره دنبال اینکه با همه جا فراکنده بکنه من اینو بگم من قبول ندارم که یعنی اگه بحث تک همسری و موناگمس بودن رو بخوای بکنی حالا من خیلی اطلاعات ندارم ولی اون که دارم فقط مختص مردها نبوده یعنی اون جوری که من فهمیدم کلا آدم ها نبودن تک همسری نبودن مثلا تو خیلی از قبیله ها زنا تو کل ماه با هر، مثلا هر شب با یکی میخوابیده واسه اینکه ندونن پدر که چند تا مرد مراقب اون بچه ای باشن که به دنیا میاد که احتمال درست. مثلا سروایو کردنش بیشتر باشه در نهایچه من اصلا این مثلا بحثو که میگی پس اگه ما از مرد انتظار داریم اینجوری پس بعد اجازه بدیم که برن چند تا زن داشته باشن و قبول ندارم من از این استدلال به این نتیجه نرسیدم که پس این کار رو بکنن من این مطلب رو مطرح کردم که بگم حالا توی همون قبایلی که شما گفتید و همچین اتفاقاتی هم افتاده خب توی اون بازی که حالا اون خانم حامل بوده مردا همچنان به اون کارشون ادامه میدادن آره. خب و اگه فیزیکی هم نگاه کنی قابلیت بارور کردن برای مردا تا سنهای خیلی بالاتری همچنان امکان پذیر در مقایسه با زنها خب اینا تفاوت های فیزیکیه من میگم یه نیازی که بر اساس یه تفاوت فیزیکی میاد ممکنه توی جامعه الان دیگه همچنان پذیرفته شده نباشه مثال میزنم میگم توی فیلمایی که ما میبینیم نشون مرد جنتلمن اینه که یه لباس شیکی پوشیده با یه ماشین میاد از ماشین پیاده میشه در ماشین رو برای شما باز میکنه میرید میشینید رستوران غذا رو حساب میکنه اگه فرض کنید سینما طوری بود که مرد با یه حالا لباس معمولی میومد از ماشین پیاده میشه در رو برای شما باز نمیکرد میرفتید غذا میخوردید پول غذا رو دو نفر میدادید آیا همچنان این برای ما اون ویژگی مطلوب حساب میشد یا نمیشد احتمالا نه های. احتمالا تا... یعنی تحصیل به نظر من مؤثر می بود در اینکه نگاه ما نسبت به مسائل عوض بشه همش مارکتینگ دیگه ها. تو هر چیزی رو نگاه کنی از همین موضوع گرفته تا سیگار کشیدن آدم ها، تا مشروب خوردن آدم ها. همش جامعه کپیتالیزم یعنی تریک های مارکتینگ می زنن ملت فیلم او این کار خوبه بریم بکنیم این کار خوب نیست بریم نکن. جریان حلقه نامزدی رو شما میدونین از کجا اومده؟ نه نه خ... خیلی جالبه حلقه نامزدی که باید حتما الماس باشه و باید حتما دو ماه از حقوقه یا چند ماه از حقوقه مرد باشه ام. اینا همش از مارکتینگ اومده ام. و از کارخونه هایی که الماس رو استخراج میکنن اومدن اولین چیزای تبلیغاش رو توی تلویزیون دادن که یورم این تبلیغ چه ساله بود ولی سیاسفید بوده ام. که مثلا یه مردی میاد با یه حلقه الماسی اول اصلا حلقه ام. نبوده که مثلا حلقه بدی به ام. کسی که روش باید الماس باشه اینو میاد مثلا مرده با حلقه الماس میاد و میده و بعد زنا دیگه همه میره توی مغزشون که آه اگه یه مردی واقعا تو رو دوست داره با حلقه الماس میاد ام. بعد شروع میکنه تو های بعدی وقتی که این جا میفته مثلا چند سال بعدش میاد باید که حالا بعد این الماس انقدر بزرگ باشه که حداقل حقوق دو ماه یا سه ماه مرد باشه بعد دوباره بعد این که پذیرفته میشه که نه سه ماه کنه بعد حداقل حقوق 6 ماه مرد باشه اگه, اگه واقعا دوست داره بعد کلی اگه واقعا دوست داره بعد حقوق 6 ماه باشه که این اصلا جریان حلقه الماس که الان همه جای دنیا رفته از اینجا شروع شده این علی جان شما ادامه ندهید نده این اگه خیلی دوست داشته باشه از این <تصفح> اون عجیبی بره یه, یه کسی داره دنبال حلقه میگرده تو ما به اون گفتن با اسب سفید باید بیای حلقه و اینا نبود هیچ وقت اسب سفید سختره ها گرون حلقه رو بخر خودت رو راحت کوپیتی کومیری میای تا پس حالا آه. یه سوال گفتی یکی میاد در ماشین رو باز میکنه من این یکی از اون چیزایی که میره رو مثلا اگه یه مردی روز اول مثلا رفتی قرار اول بیاد مثلا در رستوران رو باز کنه یا در ماشین رو باز کنه میره تو اعصابم واقعی, واقعی نیست به نظرم واقعی نیست بعد یه جوری اینجوری که خب اگه این کارو میکنه که واقعی نیست دیگه چه کاره دیگه امروز کرده که واقعی نیست فقط به خاطر این میکنه که من روز اول خوشم کجا اینا... اینا... علاوه بر اون خیلی من حرف زدم نه بگو کار دو دقیقه وقت بیشتر نداشت وقتی با من موافقی حرف بزن زیاد حرف آره نه حالا واقعا بات موافقم حالا علاوه بر اون که میگی ممکن طبیعی نباشه سوال من اینه که این در واقع این حسو القا نمیکنه به طرف که مثلا من باید یه جوری ازت مراقبت کنم یا یه همچین مدلی دیدی مثلا یه وقت آدمو از خیابون رد من خودم هم این کارو کردم و میری مثلا سمتی وای میسی که ماشین داره میاد خب این حالا یه جسچره نمیگم بعده آره نمیگم بعده ها تو خیامون. دو نفر مثلا در خیابون رد میشه مثلا من... تو, مثلا... عزیزی. تو بیا این بیاین و ببخشی اگه ماشین زد بده به من بزن اول اگه هم, هم ماشین اگه بخواد بیاد بزنه جفت و میندازه بالا یعنی چیز یه چیز ولی خب این رو القا نمیکنه به صورت زمینی که حالا نیازه که من فیزیکی از تو مراقبت مثلا در ماشین رو واکنم کنم برات اینجوری نیست براتون یعنی حس بد نمیده نه ایمانو در ماشین رو باز کنم دیگه خیلی مسخره است نه برای چی مسخره است روی احترام داره میذاره آره. مثلا میخوای بری یارو فکر کن تو با خب، یه نفر نه نه بذم من صحبت کنم نه خب. با هم میرید توی مغازه در رو وا میکنه بعد در رو پشت سرت رو صورتت و ببنده بگه خود در رو وا کن خب در رو وا میکنه شما اول این نه خب نه این بزن. بزن. ماشین با هم پارک کنید اون بشینه آه. تو از اون ور بری دور بزنی بیاد رو وا کنه حالا ماشین این من کاله من دیشب این صحنه رو دیدم یه سر رفته بودیم دیدم تو درام مثلا خاک بر سر <applause> 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 نه به نظر منم داره احترام میذاره هر دفعه نه ولی مثلا دفعه اول که آدم میرن بیرون میخوان بهترین خودشون باشن و... و... خیلی فیکه <applause> خب همون فیک بودن که پریا میگه احترام به ما هم گذاشته میشه آیا برام یعنی... مثلا فقط دفعه اوله من سوال دیگه دارم شما تو تمام زندگیتون هیچ وقت فیک نیستین مثلا میرین سر کار با موقعی که تو خونه دیگه آدمید یا دیت اول با دیت دهم یه فرقی میکنه دیگه یعنی مگه میخواستم همون کوالیتی که تو خونه هستم و هیچ وقت فیک نباشم هیچ وقت هیچ من کار نمیدادم چون من از در خونه میام <تصفح> تو فوش مادر میدم <تصفح> نمیتونم من سر کارم این رو بکنم یعنی اینم نمیتونی بگی <تصفح> یا یارو یه احترامی داره میذاره دیگه یا اینه که هر موقع هر جا میری اول در رو صورت شما ببنده شما خود در بکنی یا اینکه در احترام میذاره من یه چیز مزه بگم بحث در شد من همیشه عادت دارم که چون تندم را میرم نسبت به عموم آدما ها سر هر جا میریم سر آده کار مغازه سر هم در باز میکنم نگه هم میدارم با سپایی سری بعد آده. یه همکار ایتالیایی داشتم یه مردی مثلا هفت هی سال از من بزرگتر بود هی hey من در رو باز میکردم اینا بعد یه بار یه تیکی به من داخلی خب خوبه دیگه, خو خو دیگه. تام هم بر من باز میکنی دیگه. و به خودم اومدم از اون بعد دیگه پشتش وای میسه من تو درو بر من وا کن ولی منظورم که به چشش اومد که حالا وایسا ما رو من باز میکنم دیگه همیشه نپر جلو در رو باز کن یعنی هم... مثلا برخورد بهش آ... آره فکر از از مردیش کم شد مثلا اینجوری بود که حالا بزن برم دوباره در وا کنم برات همیشه نپر جلو در رو کن شما همیشه با هم یه جا میرسین مثلا سر کار بغل هم میشستیم دیگه میرفتیم کافی میگرفتیم و اینا ولی مثلا به شوخی و خنده گفت یعنی که مثلا خوبه دیگه تو درم همیشه بر من وا میکنی و من این به خودم اومدم گفتم که راست میگه حالا همیشه هم در رو باز نکن نه در رو من واقعا بله دو تا اینجا فامیل دور خالی بحث در خیلی داره میشه به. این در در که نه در ماشین من روش حساسم اگه اینطوری که تو به عنوان رانده بیشتر خسته شدی تو اون مسیر پس تو باید بشین تا در بیا در وسط باز کنه حالا خانم یا آقایی که باش خب اصلا هیچ معنی هم نداره واقعا فیکه مثلا نداره ازت مراقبت میکنه نه خب در دیگه در هزار بار باز میکنی خب در باز میشه. پشت ماشین بود ای بعد این خوش. از اون چیزایی که تو میدونی مثلا تو دیت سوم و دیگه مثلا فقط روز اول توریه آخه دیگه مثلا حالا یه بابا ملش. کنه غنج تو دل ما آب حالا راست میگه <applause> <applause> شاید بعدا تو خاطرات بگی آره اومد در و باز کرد و نه قنج تو دل ما آب بشه نه قند تو دل ما آب بشه یا دلم قنج بره, قنج قنج بره. بره. آره. گفتم قنج چهار به دو شدیم نه خودش بود بریم نفر بعدی بگو فراد بگو ببینم چی داری من راستش اونقدر کانتروورشال نیست جنجال برانگیز نیست من اگه که طرف مقابل آن دو تا میخوام بگم سری یکی که به قضا علاقه من نباشه یعنی عاشق قضا نباشه و سری بفهمم که قضایی نیست خیلی میره رو اصابم دو اینکه بخواد از تجربه های قبلیش صحبت بکنه That's a good one. خیلی مثلا اسم ما اول قضاها رو بگم قضاها زود بسته نمیشه. این قضاها اون وقت اگه قضایی باشه چاق هم هست دیگه احتمال زیاد این اوکیه نه اوکی. مثال زیاد بعضی هم متابولیزمشون بالا بالا هم قضا خب <تصفح> <تصفح> آره. مثلا من خودم حالا اندام آنچنانی ندارم اگه تو مایه های <تصفح> خودم باشه اندام تا خیلی یعنی نیستم بگم مثلا من که حالا شیکم دارم حتما دنباله باربی بخوام باشم نه باربی The... یعنی باید 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 غذایی باشه اندامش هم اونقدر قابل قبول بله باید داشته باشه قابل قبول یعنی چی عکس بفرست بس... با ما ما تایید کنیم ببینیم قابل قبول یعنی چی نه انتظاراتم بالا نیست که ب... میگم دیگه نمیخوام باربیتور باشه ولی باید عاشق غذا باشه یعنی واقعا غذا رو دوست داشته باشه بعد غذا, بعد غذا چیز میشه البته خیلی. مهمه فرض کن مثلا تو من خودم مثلا استیک خیلی دوست دارم با یادم برم بیرون ویگن باشه یا وجیترین گیاهخوار باشه بدبخت میشم که تو زندگی نه دیگه ایشون غذا خودش میگیره شما غذا خودتو میگیری هر شب میشینی من استیک میخورم اون بروکلی میخوره با آره لذت اگه لذتش رو میبره تو آره می آخه اینا چیزی نیست این مثلا خورد میشه آخه روز اول با یکی بری بیرون بفهمی غذای نیست اون وقت میگی خب دیگه بس دیگه با یکی دیگه اینطوری هم نیست شما یه بار مثلا شما غذای اون رو امتحان اون نمیتونه غذای شما رو امتحان کنه ولی به هر حال با چی این طوری هم میکس و میچ میکنین اینطوری من شما استیک بخورید اگه هر استیک بخوری که مریضی های دیگه میاد سراغه حالا ویگنم باشه هر روز میخواد بیاد در گوش من بگه مرغا اینجوری گاوا اینجوری دلش خون همه ویگن که اینطور نیستن ویگن و ویژیتریان نبود همون چیزی که میخواه رو با عشق بخوره یعنی عاشق اون باشه که با آقا من این فلان غذای ویگن رو درست بکنم اون علاقه با اون برای که باشه توش من راضی یعنی این جذابیت جل... رو برای تو کم میکنه اگه با یه دختری بری بیرون روز اول بفهمی که غذایی نیست میگی که آه. خب یه طوریه جذاب آره. اوکی هر چقدر که سطحیه ولی من بعد اگه اون علاقه با ملچ مولوچ و با ولع غذا خوردنم آخ... بیاد اوکیه خوبه آره اون خودش اصلا خیلی سطح چند <تصح> دید نه نه, دید نه, از نه, از بده و... نه صدا بده و... نه صدا بده و از دهن چیز بریزه ولی بری... دوست داشته باشه چقدر واحد <تصح> فرهاد من تا <تصح> حالا <تصح> کسی <تصح> ندیدم <تصح> مثل <تصح> فرهاد <تصح> با عشق غذا بخوره ببین یعنی واقعا لذت میبره من یعنی هم من هم من بازی میکنه با قضاش یه <تصفح> <تصفح> چیز هست یه ترم خارجی هست میگن دیوار دقیقا دیوار میکنه فرهاد تو ولیدان آره دیگه تو اون ف... ببین شما فرهاد نمی مثلا ما ف... من ف... منو فرهاد معمولا حجم یکسان میخوریم فرزاد و ایمان کمتر میخورن و خب قضیه ما بیشتر طول میکشه ما مثلا تا یه جای میریم فرهاد وای میسته دیگه نمیخوره صبر میکنه چون میخواد اون مثلا چند لقمه آخر رو یه لذت دیگه ای ببره اگه با همون سرعت بخوره اون لذت رو نه. یه یه دقیقه میکنه. سیر میشه لذت اون... نه نه بره. جا بره. همیشه هم. جا هست مشکل جا, هست. جا آره مشکل جا مهم. اون آخر رو سب میکنه بعد میخوره یه دور ما رفته بودیم حالا آره. رستوران ایرانی بود بعد حالا یکی خورد به میز دوغ ریخت توی برنج خیلی خیلی مطلوب نیست دیگه این اتفاق بیفته معمولا آدمو برنج عوض میکنه فرهاد با یه عشقی <applause> همچنان ادامه داد اما مثلا این دوغه رو بیشتر هم ریخ روش بعد با قاشق دوغ خورد و برنج آورد و یه اصلا, اصلا یه رابطه دیگه ای داره یه عشق بازی دیگه ایه دوباره گفتی دیگه چی گفتی آره که از, از تجربه قبلی از رابط های قبلی بخواد صحبت بکنه آها تجربه فکر مثلا تجربه زندگی یا اینکه آها من, من از خیلی مهمه راجع به این موضوع پسرهای ایرانی خب بله نه شما ها, ها آره نمیخوان بدونن بعد میپرسن یعنی آه. اینجوری انگار میگن ما میپرسیم ولی شما نگینا نه دیگه کسی که نخواد بدونه نمیپرسه پرسن. نه اینجوری نیست میپ... میخوان بدونن می ولی نمیخوانم بدونن یعنی خب اون رو دارن ولی در دا این حال هم روشون تاثیر میذاره نه نه خب خودزنی میکنه دیگه آره خب چون آره میپرسی خود... فرها فح... فح... تو خودت اینجا جالب هست که هیچ وقت نمیپرسی نه سن یارو طلاق هم گرفته باشه نه میپرسی شاید طلاق گرفته حالا به مورد مطلقه نخور نه خب اگه کیس حالا طلاق باشه نمیدونم اونو واقعا تعجبش نداشتم ولی خب مطمئنا راجبش صحبت میشه اگه که ازدواجی بوده که حالا با ای من یه چیزی بگم اگه یک نفر تو این جمع باشه که همچین شرایط به بهترین شکل هندل کنه فرهاده اینقدر آه. که این نه جدی میگم اینقدر تو بین ماها اینقدر در فهمیه یعنی طرف تو هر شرایطی بوده باشه فرهاد اونو درکش میکنه در انسان آس... بزرگ باید انسان بزرگ خب بریم بریم بعدی تو چیزی داری؟ اه... آره من تو رو همه چی جذب خل... میکنه هیچ چیزی تو رو دفت <laughs> <تصفيق> <تصفيق> چیزی که و اگه برم با کسی بیرون و در مورد حالا یه تاپیکی تاپیکی به خصوص داریم صحبت میکنیم اون مثلا نقطه نظرش رو داشته باشه حالا و اصلا اوپن نباشه که حتی مثلا فکر کنه رو نقطه نظر مقابلش یعنی مثلا یه چیز خیلی سفت که مثلا اینطوریه این تاپیک اینه مثلا نظر که تو بتونی راحت مثلا نقطه نظر مقابلش رو مطرح کنی در موردش صحبت کنی و اون نظر خودش رو به صورت فکت بدونه به صورت اینکه آقا همینه این این خیلی چیز ترنافیه به نظر من و حالا زیر مجموعه اون یه چیز دیگه ای که هست اینه که اگر تو تجربیات قبلش مثلا از چه میدونم دوست پسر ایرانی داشته نمیدونم ای ای رو حساب تجربیات قبلش یه گروهی رو ببره زیر سوال بگه نمیدونم فلانی ها از فلان شهر و واقعا بهش چیز باشه دیگه مثلا باورش باورش آره جنرالایز بکنه خیلی آره مثلا این استرالیایی ها اینطوریه فلان این اصفهانی ها آره نمیگم که مثلا من خودم پرفکتم اصلا این حرف رو میدن ولی مثلا یه کی که مثلا باور داشته باشه و میدونی اون نظر من اذیت میکنم باید پیشتاوری با. بخواد بیاد مثلا. آره. بعدم نتونی باش حرف بزنی خب برای اینکه آدم که همیشه همه این نظرهایی که داره که درست نیست که یه موقعی یه نظرهایی داری ولی ممکنه درست نباشه اون وقت دوستت میاد باهات صحبت میکنه تو مثلا فکر میکنی میگی راست میگی مثلا آره نظرم غلط و نظر عوض میکنه ولی کسی که نظرشو نتونه عوض کنه اصلا اوپن نباشه که بخوای باهاش صحبت کنی به نظر من اصلا نمیتونی با همچین آدمی در, در درازمدت زندگی کنی اونا آره اونه که نظرشون نبودنه. رو عوض نمیکنن موقع که باید بحث میکنن هدفشون برد و باخته هدفشون بره. تبادل اطلاعات که حالا یه چیز جدید یاد بگیرن و آدم مثلا بهتری بشن نیست هدفشون برد و باخته برای همین رو حرفشون جدیت میکنن من می کنم خیلی از دخترها بیشتر اینجوری هستن تا پسرانه خب من که پسر دیت نکردم ولی دیت نه کلا مثلا کلا آدمایی که خیلی نظری دارن و خیلی سرسخته اصلا نمیتونی باشون بعد عصبانی میشن یعنی به جای اینکه بشینن باهات صحبت کنن عصبانی میشن نه تو پسرام هست تو پسرام هست به نظرم <applause> یاد. شاید پسرا بیشتر باشن چون اون حالت حالا همون مسائل فرهنگی دیگه پسر دونم باید قوی باشه قد باشه این چیزات اینا نسبت میدن بهشون که حالا تو از نظرت نیاب نیا پایین دیگه فیلم هم نشون میده پدر خانده. مثلا یه آدمیه که مثلا بزرگ خاندان نظرش که عوض نمیشه که ولی بزرگ خاندان هیچ خانم نیست تو سریالا یا تو چیزا واقعا جالت... هست <applause> چیزی که فرزاد گفت هیچ مخالفت نکرد همه هممون باهاش موافقیم آره اخوام اصلا یه صفت انسانیه به دیت و اینا هم خیلی آره به دیت ره... زیاد چیز نیست آره یه،, دوستن... ی... م... یه چیز دیگه که میخواستم بگم شاید دیگه نشه بگم که بهش بهش اهمیت میدم اینقدر ما حرف میزنیم بیچاره نه آخه فکر کردیم اول همه یه دور بگیم بعد چون تایم و کردم یه چیز که بهش اهمیت میدم توی دیت سعی میکنم متوجه بشم که طرف چه رابطه‌ای با پدر مادرش داره مثلا شده که خیلی اوپن طرف مثلا پشت سر دیس کنه جلوی تویی که مثلا دفعه اول دوم میبینیش اصلا قریبه ای فلان و به نظر من چیز ترنافیه حالا نظر شخصی منه شاید اون تجربه بدی داشته با خانوادش واقعا ولی از نظر من کمی حال نمی چرا؟, چرا منم من اینو دقت کردم مثلا اگه دفعه اول یا دوم برام پیش آمده اومده یا رو مثلا دفعه اول یا دوم پیش سر خواهرش مثلا هر چی دلش میخواد میگه خواهر من اینجوریه اونجوریه من با خودم فکر میکردم خب آدم پویسر سر خواهرش اینجوری حرف میزنه پویسر سر منم هم چهار روز دیگه همینجوری حرف میزنه دیگه حالا اگه یه اختلاف نظری با خواهرت داری برها هر خواهرت مثلا بگو با خوارم مثلا و متفاوته که حالا بیای پشت سرش چرت و پرت بگی به نظر من قشنگ نیست آره. این خیلی اتفاق میفته آدما راجبه پارتنر قبلیشون میان یه دفعه چرت و پرت میگن توی نه. مثلا روز اول این این, این عجیبه نه. بعد مثلا یه دفعه میبینی یک یک دشمنی یک یک احساس خیلی سنگینه بعد میگه حالا اگه من با این جور نشم پشت سر منم هم همین جوری حرف میزنه که همین قرم هم از من عصبانی همین قد با من احساس بدی داره اونم اونم یه طوریه اینا هم مهمه یه چیزی آها آه. یه چیز بگم من که بریم به ایمان کار تو چیزی گفتی که مثلا توی فکر ما مخصن ایرانی ایرانیا هست که مرد باید قوی تر باشن من اینو خیلی دیدم و حقیقتش یه بازخوردیه که خودم خیلی گرفتم چون خودم جزو دخترایی هستم نمیگم معدود ولی جز دختری هستم که همیشه نظر دارم خب یعنی مثلا هر بحثش خودم میندازم وسط یه نظری دارم بعد خیلی به من میگن که تو خیلی اپینیتیدی و من اصلا نمیفهمم دوستای نزدیکم دوستای پسرم به من میگن تو خیلی آپینی دی واسه این پسرا ممکنه خوششون نیاد ولی جالبه مثلا برداشت من از آرزو اینه که آرزو اپینین زیاد داره نظر زیاد داره بخاطر اینکه راجبه خیلی چیزا فکر کرده ولی وقتی که باهاش میشینی حرف میزنی اگر منطقی باهاش حرف بزنی و نظر تو مثلا ببره میگه که خب آره راست میگی مثلا یه دفعه نظرش هم ممکنه همون جا عوض بشه این به نظر من اتفاقا بعد نیست که آدم بودن معنیش دوگیم بودن که نیست معنیش اینه که نظر داری اینکه که بحثی بشه تو هم به عنوان یه خانوم میه وسط نظرتو میگی مثلا اینجوری نیست که مردا حالا این بحث مردون است پسرا دارن حرف میزنن امام. بعد من این بازخورده گرفتم چند بار از اتفاقا چیز که... جذابیه به نظر به نظر من خیلی جذابه به نظر من جذابه ولی من به نظر داره. خیلی داره شمت داره. داره شمت داره. داره. یعنی اگه شما جایی بودی و ارزش شما رو اونجا ندونستن جاتون اشتباه نه شما دست بزنین برای کار کارون کارون داره راه میاد امشب هر چی که هفته های پیش راه نمیومد امشب داره راه میاد از من راه بیاتر شما دیدید بیشتر راه کارون اومده عاشق راه رفتنم الان فکر کنم پریا بگه بعد ایمان بگه ها من الان ایمانه ها یا نه پریا نگو آمال من دره بود ولی یه چیز هم میتونم بگم چی بود؟ میگم در نداره در باز بکنن برای در با باز نکنن چیزه یه چیزی که حالا بحث این مرد قوی و مرد ضعیف شد من میگم اگر که توی مثلا دیت اول یا چند, چند تا قرار اول تو متوجه بشی که مرد از خودت داره حالا ضعیف و قوی یعنی چی این برمیگرده باز من مثلا میتونم بگم یکیش اینه که مثلا شاید no. ش... مثلا, مثلا تحصیلاتش اگر از من پایین تر باشه خیلی برام جذاب نیست اگه از من کمتر کتاب به خونه خوی خونده باشه جذاب نیست اگر اینکه من هی بخوام راجع به مسائل مختلف حرف بزنم بعد هیچ نظری نداشته باشه مثلا من متوجه بشم که اصلا راجع به این مسائل فکر نکرده راجع مسائل دیگه ای هم فکر نکرده حالا باز همه راجع به یه مثلا نمیدونم تا مسئله که عین همه فکر نمی کنن. ولی مثلا میبینی که یارو کلا فقط زندگیش اینه که بره صبح سر کارو بیاد خونه تلویزیون نگاه کنه مثلا هیچ نظری راجع به هیچ چی نداره یعنی اصلا مثلا ذهنش دیولوب نشده خب, خب این باز یعنی من ضعیف میکنه یه نفر لیسانس داشته باشه یه نفر لیسانس داشته باشه ضعیفه به نظره نه اتفاقا این به نظرم خیلی مسئله نیست اگه در مورد ویدیو گیم زیاد بدونه چی اون شما درمدش ندونی آیا این اون یعنی... ضعیف و قوی شاید هیته دانشش چیز دیگه است و باشه آره خب، نه این اشکالی نداره. نداره. اگه هیته دانشش هیته د... دانش داره و علاقه داره به یادگیری ولی مثلا نمیدونم به نجوم علاقه داره حالا من اصلا هیچی راجع به نجوم نمیدونم ام. این اشکالی نداره این علاقه ای طرفه ولی دیدی آدمایی هستن که فقط سروایو میکنن تو طول روز میدونید فقط انگار که مثلا روزشون رو بگذرن امروز هم یه روزی گذشته باشه نه هیچ علاقه ای به اینکه یاد بگیرن یا بهتر بشن رشد و توسعه فردی آره ندارن اینا به نظر من اینا باعث میشه که دوباره باعث میشه یه مرد ضعیف بشه حالا اصلا مسئله این نیست که به نظر من خب مثلا مثلا چف... چرا مثلا من برای چی برم با یه مردی که دانش نداره یا نمیدونم از اون عمر مهمه دیگه عمیق باشه مثلا شما برای شما مهمه برای مردا این چیزا مثلا مهمه براشون که یه چرا آخه از طرف ما که نمیزه اصلا جواب نمیذاره همینه میگن اپینیه ایتده میتونی بگی مردایی که من دیدم براشون مهم نبوده این کاملا اوکی ولی نه. <تصفح> نه یعنی نه اون چیزی که فرزاد گفت یعنی یه نظر مطلق تو ذهنشه و هیچ نظری این... کردم بخندیم من ولی بخند من که دیدم براشون مهم نبوده چون اصلا همین چیزی که میگی فرموله برعکس میشه دیگه چون اونا هم چیزی که من دیدم اکثرا دوست دارن مردا قوی تر باشن واسه همین اگه مرد حالا دکترا داشته باشه یا فوق لیسانس داشته باشه براش مهم نیست نیستن لیسانس داشته باشه یا حقوقش کمتر باشه یا کمتر ازش بدونه اتفاقا یه خودی هم جلو زنه نشون میده و آره چه جوریه مهمه. بستگی داره یعنی اینجوری چیز کلی حکم کلی نمیشه صادر کرد آدم با آدم فرق ممکنه آه. آدمی باشه که واقعا ترجیح بده که حالا طرف اون جایگاه اجتماعی اون رو نداشته باشه ولی یه سری هم ممکنه برای شما مهم باشه من حالا مثال شخصی بزنم برای خود من مهمه من یادم داشتم مم. یه زمانی با یه در واقع مشاور رابطه صحبت می‌کردم داشتم بهش گفتم که شما فرض کنید من یه زاویه دیدی دارم من یه محدوده یا میتونم ببینم یه زاویه مم. اگه زاویه دید طرف مقابل زیر مجموعه زاویه دید من باشه یعنی چی؟ یعنی اجتماع این دوتا میشه همون اولی میشه زاویه مم. دید من داشتم میگفتم که این برای من چه عذاب نیست من دوست دارم اجتماع این دو تا زاویه دید یه چیزی بزرگتر از, اج... از... زاویه دید شخصی من باشه یعنی اون آدم یه چیزی به دید من اضافه کنه نه اینکه توی همه چیز با من م... موافق باشه و حالا چیزی هم که میدونه مثلا چیزی اضافه نکنه به اون در واقع محدوده ای که من میتونستم داشتیم اتفاقا برای من خیلی حالا شخصی ولی مهمه و جذابم هست که طرف بدونه و حتی نظر داشته باشه ولی حاضر باشه گوش بده و بحث منطقی بکنه <تص> البته بحث حرف منو بد برداشت نکنین به نظر من هر موضوعی یک سپکتروم داره یه رنجی داره خب الزاما منظور من اینور و اونورش نیست ولی چیزی که من تو این عمری که خدا گرفتم دیدم اصولا به همین علتهایی که صحبت کردیم قدرت و اینکه مردا مثلا دوستان قوی تر باشن اینا این فرمول دقیقا برعکسه دوست دارن یه جاهایی بیشتر بدونن یا احساس غرور میکنن شغل یه زن براتون مهمه مثلا اگه شما شغل مثلا دفتری دف... دف... میدونم بیشترتون آیتی و مهندسی اینا هستین مثلا یه دختری باشه که مثلا توی دفتری کار میکنه فقط تلفن جواب میده این برای شما مهمه حقوقش هم خوبه نه هوش اندازه هم مهم همون تلفنیه که جواب میده دیگه اگه شغلش رو دوست داشته دو دو باشه مهم نیست سن. هر کاری دوست داره دوست داره که خب دوست که نداره توانایی اینو نداره که بره مثلا نمیدونم یه کار مهندسی شاید واقعا اون کارو دوست داشته باشه یه تلفن مثلا تلفن جواب میدی توی دفتر آره. خب بعضی خب شاید دوست آخه شاید دوست داشته باشه که شاید تو خب. دوست نداشته باشی نه نه دوست آخه خب ببین مثلا هر آدمی ترجیح میده که یک ش... توی شغلی باشه که بتونه مثلا یکم اه... بتونه از خودش چیزی مثلا اگه مهندسی تو مثلا طراحی میکنی اگه من اگر که شغل تو... واقعی ما اگر دوستش باشم میام ویدیو م. گیم میزنم واقعا یعنی بازی میکنی آره بازی آره،, میکنی. آره بازی میکنم آره. برای شغل تو حالا بسنی... اگه بین یه دختری باشه که ش... خیلی دوست نداره ولی اس... اسکیل یا مهارت دیگه ای هم نداره تنها کاری که این میتونه بکنه اینه که مثلا منشی دفتری باشه یه جایی این مهمه اگر, اگر بکنم... آره اگر که دوست نداره شغلشو حوصله نداره بره کارشو عوض بکنه آره اون طرف تنبل بیورزه است ولی اگر که حالا د... یا شغلشو دوست داره حالا کاری که هست مورد علاقه شما نیست منظر من اوکی مشکل نداره یا اینکه خب، داره میره اسکیلشو یاد نداره. بگیره خب آه. اون, تم... اون... شغ... اگه شغلشو دوست نداره توی آه. کاری هم برای پیشرفتش نمیکنه تنبل بیورزه است آره اون مشکل آه. داره آه. Okay. Okay. اوکی بابا با هم ام. ام. کیه که دوست داشته باشه مثلا فقط یعنی به نظر آدم میگردن توی مجموعه قابلیت هاشون اون بهترین کاری رو که میتونن میکنن بهترین شغلی که میتونن انتخاب میکنن ولی ببین خیلی ها اصلا شغل و اید... ایدئولوژیشون از شغل فرق میکنه ما بعضی همون زندگی میکنیم که کار کنیم بعضی ها کار میکنن که زندگی کنن خب یعنی فقط میگه که من زیاد مثلا نیاز نداره که پول آنچنانی در بیارم من با این کار مینیمومی که انجام میدم ذهن آزاد استرس ندارم اون هزینه زندگی که میخوام داشته باشم برام در میاره فوکس هم روی دیگه است اصلا فوکس هم روی مثلا شغله نیست فوکس هم رو دارم ام. یه کار خیریه میکنم مثلا چون پادکست دارم ولی خب باید یه پولی هم در بیارم کار اصلیم اونوره. ولی فقط داره میبر امران معاش میکنم من که پادکست هم فرق داره با تلفن جواب یه کار یدیه دیگه میدونیم یعنی کاری که وقتی هیچ مهارتی نداری هیچ کاری نمیتونی بکنی میری تلفن جواب میدی آخه نمیشه اینجوری فرد. هم قضاوت کرد ممکنه هر کدوم از ماها توی زندگی اون آدم بوده باشیم ما هم شروع می کنیم تلفن جواب دادن یا ممکن اون الان داره تلفن جواب میده ده سال دیگه مثلا کمپانی خودش رو زده باشه بسه. خب, خب همین بود چیزی دیگه. من, من چیزی که خب... 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 خب این که تو میزنی برای تو یعنی مهم نیست یعنی میتونی باید این اصلا برای ترن آف نیست من... مثلاً من اگه من اگه مثلا با یه مردی مثلا برم یه قرار بعد بپرسم شغل چه بگی من منشیه خب یه طوریه به نظرم اصلا من میخوام بگم که این این مورد خاص رو نمیشه مستقل سنجید یعنی <تصفح> این یه متغیری نیستش که دیپندنت ایندیپندنت باشه این یه متغیر وابسته است خب یعنی اینکه اگه کسی باشه که حالا اونجوری که ایمان توصیف کرد مثلا حالا تلفن یا حالا هر کاری داره انجام میده و دنبال مهارت دیگه هم نیست دنبال آموزش دیگه ای هم نیست اون احتمالا خیلی زودتر فیلتر شده توی آدمایی که من دوست دارم باهاشون رابطه رو ادامه بدم یعنی اون احتمالا یه سری ویژگی‌های های دیگه ای رو نداشته اصلا رابطه ما با اونجا نکشیده مم. که من فقط روی اون ویژگی که حالا کار این آدم چیه بخوام متمرکز بشم ولی خب میگم یکی ممکنه حالا به خاطر سنش به خاطر شرایط تحصیلش تو اون لحظه داره اون کار رو انجام میده ولی تو پتانسیل توش میبینی یعنی می, بینی. می بینی آره ای که شدن این برای خیلی ارزش داره تا عرضش منتره تا اینکه بدونم در لحظه داره چی کار میکنه چون حالا مهم نیست آدم از کجا شروع میکنه مهم اینه که اون مسیر به کجا ختم میشه می در لحظه الان ممکنه من حالا هیچ چیزی نباشم ولی ممکنه اون داره برنامه خودش رو داره تلاش میکنه اون تلاش کردن از مهمتره درست داره اگه اگه منشی یه جا داره مثلا یه لیسانسی هم میگیره که خودش رو عوض کنه اون یه بحث دیگه است داره اه. آره نکته خوب منم هم نظرم همینه به نظرتون نزدیک این که آدم ها یه مجموعه یه و تو اصولا وقتی یه آدمی رو میبینی حتی از کارای کوچیکش خیلی وقتا میتونی بفهمی چه،, چه نوع شخصیتی داره خب یعنی همین منشیه که میگی اگه پلان داشته باشه که توی پنج سال آینده از اینجا برسه به اونجا خب خیلی خوبه به قول پریا شاید داره درس میخونه شاید داره مثلا خودشو برای مراحل بهتر آماده میکنه ولی اگه بگه نه من همین حقوق کافیم و زندگیم بگذر و اینا ممکنه باش مثلا نوع شخصیت نوعی من نوعی نخوره من یه آدمی میخوام که تو زندگی دریون باشه آینده نگرتر باشه انرژیش بیشتر باشه و فقط هم چیز شخصی دیگه یعنی من با این، اون آدم اونجوری احساس بهتری بهم دست خواهد داد حالا اینو گفتیم اصلا یه مثالی آدم اومد فرهادم این آدمو میشناسه ما یه کایروپراکتور اینجا میرفتیم یه منشی داشت یه آقای بسیار محترمی بود من همیشه از صحبت کردن باش لذت می بردم و معلوم بود انسان باسوادیه و دیدی داشت خودش کانادایی بود ام. ولی مثلا راجع به روابط ایران با اسرائیل هم میدونست من یه بار راجع باش راجع به همچین موضوعی صحبت کردم این آدم جوان که بوده دی جی بوده بعد اومده شروع کرده منشی شدن و بیست و خورده ای سال بود منشی مثلا توی اون مطب دکتر بود و داشت میگفتش که من کاراکترم اینجوریه که من حاضر نیستم بر... برم یه جا مثلا دو سال سه سال, سال باشم ول کنم برم جای بعدی من اونجا ریشه میدونم و اونجا میمونم و با اونجا رشد میکنم این آدم به نظرم خیلی انسان پری بود حالا مستقل از اینکه تایتل شغلش چیه داشت کارش خوب انجام میداد و خیلی باسواد بود و این ارزش داره حالا تو جواب حرف پریا اگه این شرایط باشه یعنی یه مجموعه فیچره یه مجموعه فیچر رو داره حالا تایتل شغلش ممکنه مد نظر من نباشه یا هر چیزی ولی اگه اون مجموعه فیچره نباشه احتمالا یه جایی زودتر توی مسیر اصلا فیلتر شده رسمی. آره ولی شغل آدم به نظر من اصلا بیانگر اون عمق شخصیتشون نیست یعنی حالا فقط به واسطه آره. کار, کار یدی انجام میده دلیل نمیشه که حالا واقعا آدم خوبی نباشه یا آدم عمیقی نباشه یا کتاب خونده نباشه یا مثلا تحصیل کرده نباشه بعضی ها واقعا یه سری کار رو دوست دارن یعنی حالا یه سری کار ها هست که میگم اگه که مثلا من شاید بچه تر بودم شاید همین الانم اگه من به بابا میگفتم که من میخوام برای شغلم گیم بازی بکنم احتمالا بهش بر میخورد. میگم مثلا تو رو برای شما اردم کانادا که بری برای گیم بازی بکنی ولی خب الان خیلی متفاوته دیگه سلیقه شخصی نفره و خب همچین چیزی رو دوست داره ایمان تو نگفتی من من یزی که بهش رسیدم چند روز پیش اینی که من باید با یه نفر دیس مشترک داشته باشم این خیلی میبره جلو چیه مشترک دیس یعنی هش... هش... با هم دیگه از یه نفر هش... اصلاً یه موضوعی یه نفری یه شخصی یه کاری بدمون بیاد که بتونیم با هم یه چیزو دیس کنیم مفه... شاید با عبارت دیست دیست از... قضا رو میگی نه نه قضا نه نه منظورم دیس 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 یعنی از دیس رو آره ا ا ا مشت... یه دشمن مشترک داشته باشن از یه چیزی بعدش نه از یه آره از یه چیز مشترک بعدمون بیاد خب نه خب سوال رو عوض کردیم ما گفتیم ترن آف چیه تو داریم ترن آن چیه اگه نداشته باشیم حضیت میشن <تض اگه نداشته باشیم اذیت حضیت میشن از یه تیمین مثلا سر یه کسی یه آدم نه. یه چیزی حرف بزنی یه منو من اصلا نیاز نر آدم باشه اصلا تو یه کانسپت باشه مثلا ما از چه میدونم از این فورچین کوکیا مثلا میدونیم که مزخرفیه خب و میدونیم که کسایی که به اینا باور دارن آدم های مثلا شاید جالبی نباشن مثلا یا مثلا چه بدم یه طرز فکری و دوست نداریم با هم و این خیلی کمک میکنه و اگه, خب پیدا اینو پیدا نکنی پیدا این اگه پیدا نکنم خیلی اذیتم میکنه جلسه اول آره <applause> باید بعد با... 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 استراتژی چیه تو یه لیست داری دونه دونه میری تو لیست با... با... میکنید دیگه من که باز <applause> نمی نمیکنم از قبل شیوا میگه دیساتو برد بیار آره اگر که من حال شخصا اگر که به جایی برسه که من قرار طرفو برم ببینمش حتما یه صحبت های قبل شوه دیگه همینطوری که یا علی م. که نمیگیم بلایند دیت که نیست که به حال یه دو تا ت... تکست علی دادی آره شو. مثلا یه،, یه, هفته ای صحبت کردی تا با یور بری بیرون دیگه تو یه هفته پیداش میکنی و اگه پیداش نکنم احساس میکنم که بد میشه داستان میشه و من با دوستای مثلا پسرم هم اینطوری اما من باید با کسایی که رابطم سعی میوشه یه مشترک داشته الان با کارون چه دیست مشترکی دیست زندگی که با هم دیس مشترکه کاری دیگه ما دیسای مشترک داریم ما تو پادکست هم دیس دیست ما تو پادکست تو توییتر حتی ما هشتگ مشترک رو داریم بله برای خودکست دیس مشترک این یه دونه است آره و این دیگه رابطه رو میبره بالا آرایش غلیظه آرایش غریزه من اذیت میکنه یعنی مثلا آه. اگر که من طرف وقت کنم و جاش روی پیرنم بمونه <تصفح> یه جورایی دیوونه میشم دیگه حالا مهم نیست هر رنگی یا مثلا <تصفح> یه زی از این خیلی این من سفید نپوش خب این ها هستن که طرف اگر که محکم پرک بزنه ممکنه از زمین ارتفاع بگیره <applause> اصلا اینجور آرایش رو میدم من دوست ندارم حالا شخصا من دوست ندارم دیگه بعضی هستن که یورون میمیره واسه همچین چیزی دیدیم. آرایش جدی فلان و اینا ولی خب من شخصا دوست ببین آرایش عادی تو یک یک کرم پودر بزنی که اصلا معلوم نمیشه جوش میمونه روی پیرنه بلوز آبی روشن بپوشی نه میمونه. میدونی منظورم چی از آرایش قلیزی از آرایش آه مثلا یعنی دیگه اره. تا معلومه که قشنگ معلوم که یه لایه کامل بتونه مثلا هست اوکی okay, یعنی پوست رو دیگه نمیدینی دی نمی صدف بیوتی رو میشناسی؟ صدف بیوتی نه, <applause> <صداف یو تیو. تصفيق> نه، شنیدم اسمشو ولی نمیشناسم خب آخی داشتم اون خیلی آرش قلیز میکنه ولی اصلا معلوم نیست فقط خیلی خوشگل میشه خب خو ممکن گل بخوری جاش که میمونه که جاش همیشه میمونه یاده خاطره افتادم یه بار دانشگاه نشسته بودم داشتم با کامپیوتر کار میکردم یه دختره اومد سلام و علیکم با ما هاک کرد و اینا اصلا گفتم این کیه خدا ما هم حالا قرار اینکه ایرانی هم بود چیز نشه ادامه دادم بعد از دوست برای برنان برنان نشه نه جنم... خب مثلا زشت که من میگم آقا من تو رو نشناختم ولی چی ما رو هاک کردیم مثلا <تصفح> بعد ادامه دادم بعد به دوستم که گفتم این کی بود بعد گفت این مثلا خل... آره فلانی بود و که من میشناختم بعد فهمیدم که اوکی من هر موقع دیده بودم این آرایش داشته و الان انقدر اون آرایش میکرد من نشناخته بودمش بعد دیدم اوه خوب شد چیزی نگفتم خیلی زشت میشد فکر کنم اگه حالا این مثل چیزی که فکر کنم اینجوری شد آره من, آره از... من مثلا آرایش قلیز خیلی شدید و واقعا دوست ندارم عذیت میشه آره یه احتمال بگم. این که صحبه یه دیگه دیگه شکل دیگه باشه خیلی زیاد <laughs> یه چیز دیگه هم بگم بفهم آن تایم نباشه سکته میکنم آه. کارون خوش من دختر بودم هیچ وقت نمیتونستم با ایمان من کارون که اصلا هیچ ما دوستی پسر هم داره تحت دست قرار میده چه درسته اونطوری بود ولی آره آن تایم بودن مثلا قرار اولو به موقع نیاد یا کلا آدمی باشه که میخواد یه بر بره حاضر بشه مثلا سه ساعت طول بده و نه ببین تو من بگم من یک صبح این در میام بیرون ولی یک صبح این در بیا بیرون آره میفهمم چی این مثلا احترامه اصلا احطم احطم مهم نیست یعنی احطم تو بگو من داره. الان مثلا هفت صبح بگو من میخوام تا یک صبح فردا آرایش کنم یکو و ده دقیقه میبینم آره یکو و ده دقیقه بیا اگه تو قلیز بشه اصلا چه میدنم میخوام لباسمو کنم تو وان شیر اصلا اصلا مهم نیست تو من بگو <تصفح> ولی اون موقع بیا بیرون ولی اون موقع نه بیرون من دیگه واقعا میره رو مخم و عصبی میشم ببین من یه چیز داستان جالب یادم افتاد اموی مامانم یه مرد مثلا خیلی شوخ و شنگ و اینقدر باحال اصلا اینقدر خوشمون میومد ازش سنش هم زیاد بود منم 60 خورده این سال اینطور بود عمرشون به دنیا نبود نمیدونم اصلا الان زنده تو ایران بود خیلی پس رابطتون خوب خیلی ببین بعد اینقدر بدش میومد یه بار به زنش گفتش ببین داشتم رفتن شمال و به زنش گفتش ببین ساعت شیش, شیش اگه پایین باشی هستی اگه نیستی من میرم و زنه هم نمیدونم شیش و نیم و اینطورا اومد پایین هرچی نگاه کرد این مرده نبود موبایل هم اون موقع نبود اون موقع مثلا هنوز از قبل از موبایل نبود آقا بعد هی زنگ بزن این ورون ور این چی شد این چی شد هشت ساعت بعدش یارو از ویلاشون تو شمال زنگ میزنه میگه من بهت گفتم میرم خیلی آروم رانندگی کردم نه رفته عرقش رو زده جوجش رو زده و حالا دیگه ساعت حالا شاید زنی اتفاقی افتاده زنگ دستش رو دقیقه آخر سوزونده بود من دستم رو سوزوندم خب خب که آرزو دیر میاد همیشه اینجوری که مثلا من چه میدونم من اتفاقی افتاده در تایمی که میخواستم اوتو کنم اشتباه شد مثلا من به تو گفتم یک سه میام نه یا این زیر از یک بشین بگی باشه سه بیا من الان خیلی بهترم ها مثلا چرا پنج دقیقه این ورم آره ولی بچه بودم بعد بودم خب یعنی من همیشه یادم سرویس مدرسه همون وای میستاد سر کوچه بوغ من صبحانه میخوردم کف شما میبستم بعد بعد مدت ها مثلا بهت بگم سه چهار سال پیش یه نفر تو فیسبوک منو عد کرد دختره سلام آرزو جون چطوری گفتم مرسی شما میشناسم تو گفت یادت <تص از> نیست ما <منشش> <تص از> با هم دبستان میرفتیم <منش> <تص از> ما رو همیشه سر کوچه تو <تص> سرویس میذاشتی سیگنیچرت شده آره گفتم خودمم حتما هم دیگر رو ولی آره این از من بعد مثلا پنج دقیقه هم مشکل داره یا مثلا پنج دقیقه ترجیحا زودتر بیا آره آه. وقتی میگی سری یه <تصفح> ساعت سر اون ساعت <سر> بیا بینو من <تصفح> خودت هم هر جا میری به موقع میرسی 99 درصد مواقع اگم نرسم مسیج میزنم که من یه اتفاق پیش اومده نمیتونم بیام مسیج میشه زد ولی خب مثلا اوبر دیر میاد ترافیک باشه دیگه کامینیکیشن کی قبوله اه دیگه چی کسی،, کسی اصلا گفته من که همه رو گفتم تو یرا من آرزو گفتم گفت یه دونه گفتیم برای. که من یه دو دونه گفتم گفتم دفعه اول آرزو بگو کنه. شما چه چیزی برم ترن اف دفعه اول حساب بکنه بعد آه اینجا. این تو لیستو بریز بیرون من که میدونم حالا 18 مورد دیگه <laughs> اونایی که میشه گفتو بگو این اگه حواسش به من نباشه تو دیت اول یعنی که احساس کنم که هی این رو نگاه میکنه هی موبایل موبایلش رو از رومیز. این وری میذاره رو میز دل به کار نده اینم برا من ترن اف دل به نده شما مثلا با هم استدلال خودت اون روز صبح سهام شرکتش افتاده خب میتونه میتونه با من چش تو چش جایش صحبت کنه میتونه با هم یه قشنگ داشته باشیم مثلا معذبه نمیتونه یه مثلا کیستی یه جایش بوده بعد دکتر قرار جواب بده هی hey, گوشی رو داره چک میکنه دیتا <تصفح> خب بعد روز دیتا عوض کنه دیگه بعد دل خب بده بگو حواسش باشه مثلا میگه این ور اون ور نکنه کنه ساعتش نگاه کنه خودش بازی نکنه دل به کار بده یه بخواد بعدش بره یه جای دیگه مثلا بعدش یه قرار دیگه گذاشته باشه و میره روی مخمن فکر کنم این کار رو بکنه یعنی خودش خیلی علاقه من نیست که اگه باشه خب هنوز تمام توجه شد شاید دیر من اومدی نها میکنه <تصفح> <تصفح> اونم <هم> داره یه شم زیاد داری دیر اومدی صدات هم بلند بوده دیگه چه چه تا آره. آره نظرم که بقیه. زیاد داشتی نظرم <تصح> که <تصح> خوبه خوبه آره اینم برام مهمه دیگه یعنی باید ببینم که راست میگه رو تکست دادن و اینا جدیه و دل به کار مثلا موبایل چی موبایلاتون ها این وری میکنی این وری منظور کدوم وریه من درست روی, روی موبایل و صفحه شو اینجا رو خوب. این وری میذارن رو میز و من یه بار به یکی گفتم گفت دوربین موبایلم خراب میشه یه هرچی من که میشون خراب نمیشه خب دفعه خب که خوبه که خوبه خوبه, 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 خوبه چی? من فکر منظورت اون وریه آه, آه. نه نه صفحه یعنی باشه یعنی که میخواد تکساش کسی نخونه نه اتفاقا یه چیز عادتی من خونم که هر کلا نخون تکس های اینه که اصلا بیا با هم در این مورد نمیشه خون چه استدلالی کردی آره همین پریا میگی یارو با ده نفر میره بیرون فرض کن تو این دیتینگ اپ ها باشه بعد این با بالا میاد مثلا بامبل بامبل فلانی مسج داد میخواد نبینه دیگه خب باز شما میتونی بگی اون آدمایی که دیدید این حالت رو داشتن ولی یکی واقعا ممکنه گوشیشو اونوری بذاره و اصلا نوتیفیکیشن هم نیاد به نظر من آدما به صورت طبیعی گوشیشون رو اینوری نمیذارن گوشی این وری من همیشه میذارم تو بامبل تو دی ان ای مون که گوشی من همیشه چون دور دور خراب میشه دیگه دور می خراب میشه نه چون من اصلا میخوام دیسترب هم نمیخوام نوتیفیکیشن ها رو نبینم اصلا من خودم نه من میخوام خودم نوتیفیکیشن ها رو نبینم ولی خب موبایل هم مثلا اگه... خب اگه زنگ زد میخوام مثلا بردارم اگه, اگه مرده اومد و کیفه مثلا اینطوری هم داشت شما میدونید اونم خب, خب, خب چ... باشه ترجیح میدی الان یا میخوای کلا با... آره احساس میکنم اینه که رو میذارن مثلا رو بازی میکنه رو بازی میکنه خب میتونه نوتیفیکیشنش خاموش کرده باشه اون آره دیگه... میشه ببین آره. آخه رو خونن... هم بذاره بعدیای آره. خودش رو داره یه سیگنال منفی میده به من آره دیگه, دیگه من به قول تو اتیکت و اینا میخونم میگفت مثلا کلا میرید بیرون دیت یا حالا با دوستا میرین گوشی رو نذارین رو میز که یعنی اینکه حالا گوشی هر لحظه امکان داره زنگ بخوره یا تکست بیاد خوبه. نکته من میخوام بهش اهمیت بدم واسه همین مثل همون دیگه یارو نظر رو میز شاید نخواد تکستاشو بخونه چرا این خوبه اونوری باشه نه من اصلا به به دیده بد نگاه نمی کنم که میخواد چیزی از من قایم کنه یا نه به اینکه آقا میخواد تایمش فقط به من اختصاص بده و همه حواسش به من باشه از اون جهت من دارم میگم آره اون حتی بهترم هست حواسش به جیب آب ببین الان همه مردهایی که چند جا دیت میرن میگن که خب اگه گوشون بزنم تو کیفم نوتیفیکیشنامو نمیبینه تازه خودم هم تو دلش جا میکنم ببین خودت داره کارو برای خودت سخت میکنه آها یا مثلا یه مورد دیگه هم هست مثلا گوشتی گوشته رو میز خب هم خواه بره شوی گوشتی با خودش میبره این من همیشه اینو, اینو من هم توجه می‌کنم من باشم نمیبرم چی توی تو رستوران که کثیفه؟ مگه اینکه فکر کنی یکی این وسط ممکنه تکس بده یا زن بزنه دختره ببینه اینجا ما یه مقدار تراست ایشو هست میکنم <applause> 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 تجربه بدی دارن بعضیا نه من مثلا من همومم میرم میبرم با خودم آهنگ گوش میدم نه تو خونه فرق داره تو رستوران میرین دستشویی نه اگر که توی توی خونه این طرف مثلا بخواد به دستشویی گوشه با خودش ببره شما ناراحت میشی تو خونه هر بستگی داره هر دفعه بکنه یعنی اینکه بعضی موقع که مثلا فکر میکنه یه ذره کارش طول میکنه اگه کار به خونه رفتن رفتیم ما موضوع اپیزود چی بود من و کارونم با هم بیرون میریم حتما گوشیمون رو با خودم میبریم عکس باید بگیریم اصلا بله بله سیگنال سیگنالی که باور کن الان بگردم مطمئنم هفتشت مقاله هم راجبش پیدا میکنم مقاله که حالا مهمی آره من یه مورد دیگه هم داشتم چرا؟ بگو بگو من که خیلی رو بخمه و این دیگه در جا کنسل قضیه اینه که طرف مثلا تجسم و تصورش از زندگی این باشه که مادر بشه و تو خونه بخواد بچه بزرگ کنه یعنی برنامهش این باشه که مثلا من میخوام سه تا بچه بیارم تو خونه بشینم بزرگ کنم تو خونه نشستن نشستن تو خونه نشستن <تص> <تص> اصلا یعنی تصور این باشه که یه مثلا مرد باید بره کار کنه و خانوم دیگه باید تو خونه باشه و کار خونه و یعنی <تص> شغل باس... هاست وایفی به عنوان شغل حساب نه من نمیتونم یعنی به نظر من باید دو نفر کار کنن یعنی <متصفيق> کسی که آرزوش آرزوش اینه که ازدواج کنه و خونه بمونه حالا ازدواج هم تحت هر خونه بمونه یعنی استقلال مالی دنبالی که خرجش آره یعنی نخواد کار کنه درس نخونده نخ... باشه نخواد کار کنه <متصفح> یا هر چیزی اون مسیر مستقل شخصی خودشون نخواد بره درجا برای من <متصفح> این خیلی جو من فکر نمی‌کنم پسر اصلا برای مهم باشه بقیه‌تون چی بقیه مثلا شما بقیه‌تون بقیه‌تون چی نه چرا خب به نظر من فکر پسر دوست دارن زنه تو خونه بشینه نه که دوست داشته باشن ولی فکر کردم که مثلا براشون مهم نیست اگه زنه بخواد خونه بشینه خب منم مثلا پسرا درآمدش خوبه مشکل مالی اصلا ندارن و حالا اگه زن خواست خونه بشینم خب بشین اگه اونجوری راحت من راحت بل. من فکر کردم کن... بشینم اگر که بشینم <applause> <کار> کنه <تصفح> از بچه ها مراقبت میکنی؟ آره با هم آره. <تصفح> بچه دیوونه میشه سر پنج سالش شده بچه <تصفح> نه واقعا مثلا بگو مثلا یه شغلی داری که مثلا حالا از این رقم احمقانه مثلا 500 هزار دلار در سال میگیری خب خیلی زیاده دیگه بعد وسط مهمه که مثلا اگه دختره مثلا بشینه خونه و فقط فقط از بچه مراقبت بازم مهمه آره اصلا, آره. بحث مهم. عدد نیست بحث پول نیست به نظر من حالا کار به آدم ها شخصیت میده ب... <applause> چون حداقل ما داریم یک سوم زمان روزمون رو زمان روی اون کار میذاریم یک سومی که در واقع نصف اون زمانیه که بیداریم <applause> اون بعد یه مدت بعد چند سال دیگه ما میشیم اون کارمون در واقع طرز فکری رو که ما توی کار داریم پیاده میکنیم طرز فکریه که باش زندگی میکنیم یکی که مثلا مهندسه توی زندگی شخصیش هم مشکلی براش پیش بیاد از دید مهندسی پیش میره و دبیر... کاری پیدا میکنه آره تو همه جا... توی تمام جوانه و زندگیش این قضیه دیده میشه من یادم میاد دبیرستان که بودیم حالا هنوزم وارد دانشگاه نشده بودیم مهندس هم نبودیم یه استادی داشتیم که یه استاد خیلی آدم با بود استاد و هندسه تحلیلی به ما درس میداد من این اولین بار اونجا ازش شنیدم گفتش که من توی زندگی خیلی آدم خفنم یه رتبه دو کنکور بود و اینا گفت من توی زندگیم هر موقع هر مشکلی بر من پیش میاد من عین مسئله ریاضی مشکل رو می روی کاغذ میشکونمش به قطعه‌های های کوچیک اینا رو حل میکنم و با میرم بالا کل قضیه رو حل میکنم خوب، خب این آدم دیدگاه مهندسی داره نمیتونیم بگیم این دیدگاه درسته یا غلط ها ولی میتونیم بگیم این دیدگاه ناشی شده از کاری که اون انسان داره انجام میده خب یه آدم مهندس توی زندگیش هم زندگی مهندسی داره پس اگه یه مشاجره یه بحثی هم با در واقع طرف مقابلش پیش میاد این رو از دید مهندسی و منطقی میتونه حل کنه از اونور کسی که وکیل دیدگاه حقوقی ممکنه داشته باشه به قضیه همه چیز باید مم. یه آرگومنتی باشه یه کانتر آرگومنت بیاد میدونی یه همچین چیزی باشه یا حالا پزشک هنرمند هر چیزی و حالا به نظر من توی جوامع الان که بالاخره ارزش گذاری ها یه بخشیش بر مبنای کاری که تو داری انجام میدی کسی که هدفش این باشه که خونه بمونه و بچه بزرگ کنه این دیگه میشه همون تفکر مرد سالارانه دیگه یه پخشی مستفگرون. از عرضش. حالا حالا جال... این برای من جالبه بخاطر اینکه اینم باز من توی یکی از تحقیقات خونده بودم که مثلا خانم که توی لا هستن توی وکالت هستن وکالت توی امریکا و اینا خیلی یعنی مثلا 60 ساعت 70 ساعت بعض وقت 80 ساعت در هفته کار میکنن یعنی خیلی فرق داره با آی و اینا و مثلا نصف شب مثلا چیزشون کلاینتشون شاید تو چین یا یه کشور دیگه ای باشه ساعت دو صبح مثلا باید برن تلفن جواب بدن میتینگ داشته باشن و اینا بعد مثلا میگفتش خب خیلی از تقریبا 80 درصد 70 درصد خانمایی که توی لافرم ها کار میکنن این دفترهای حقوقی کار میکنن خیلی خوب کار میکنن اون امپلویر ازشون خیلی راضی همه چی خوبه ولی به محض اینکه بچه دار میشن چون بچه هم کار وحشتناک زیادیه بعد خب معمولا هم زن ها چون با کسی در سطح خودشون یکم بالاتر ازدواج میکنن خب خودش مثلا 300 هزار دلار در میاره شوهرش هم یا 300 هزار دلار در میاره یا با بالاتر در میاره خب برای من هیچ مشکلی این که مشکل درآمدی ندارن بعد بعد از مثلا شیش ماه که واقعا دیگه زندگی داره ازش نمیتونه هم بچه داشته باشه هم کار به این سنگینی داشته باشه خب دیگه مهارت دیگه ای هم نداره اینا خیلی هاشون میشینن خونه یا پارت ها میرن کار میکنن اوکیه برای همیشه نمشه. نه خب نه ولی برای من جالب بود که مردها با این قضیه مشکلی ندارن وقتی که زنه مهارتشو داره و میتونسته و همیشه کرده ولی الان اگر بکنه هم خودش عصبیه هم زندگیو داره بد میکنه هم دعوا همش دارن هم میکنن چون تو زنه دیگه وقت نداره و عصبانی و جالبه که مردا اینو میفهمن نه, نه من جا برام جالب بود که متوجه من اینجوری فکر میکردم که مردا اصلا براش مهم نیست اگر درآمد حقوق اونقدی باشه که توی سطح زندگی مشکلی نداشته باشه اصلا برای شما مهم نیست که زنه مثلا بشینه خونه مم. از بچه مراقبت کنه من اینجوری متوجه شده بودم از کل این تحقیق مم. ولی الان جالبه برام که کارو میگه نه اصلا مهمه بقیه چجوری فکر میکنه البته این یکم هم فرق داره چون این زنه باز از حقوقی مثلا اون فهم و رو داره و یه موقعی هم کرده حالا الان به هر دلیل سطح زندگیش آره. من, آره. فکر... من فکر میکنم من فکر که نه بحث پوله نه بحث اون دانش است بحث اینه که تو به عنوان یه آدم اون شوق زندگی کردن داشته باشی یعنی تو میتونی همینو برای مردم بگی مرده از یه جایی فرض کن لاتاری برده ان میلیون تا آخر عمرم بخوره تموم نمیشه یه ام بی ای هم داشته و لاتاری رو برده الان دیگه میخواد بشینه خونه من این آدمو دوست ای MBA چی بود اون وسط یه مورد خاصی دارید که NBA بوده لاتاری هم مورده یه بی ای NBA NBA دانشگاه فلان هم داره و نشسته نه این مزم که تحصیلات عالیه هم داره خب ببین آخه این فرق داره اون داره انتخاب میکنه انتخاب تنبلی میکنه این فرق داره با این قضیه که این زنه که واقعا مثلا 80 ساعت در هفته نمیتونه کار کنه از یه بچه مثلا یه سال هم مراقبت کنه یکم قضیهش فرق حالا من نظرم اینه که در واقع ساختار جوامع الان خیلی مناسب این نیستش که بچه رو به شکل سنتی بزرگش کنن یعنی اولا که خب فشار مضاعف روی خانومه همین دقیقا مثالی که شما میزنید خانومی که شغل اونجوری پرفشار داشته باشه خب سخت اصلا بازه نه ماهه یه چیز وحشتناکیه بعد اون حالا مرخصی بعدش یه چیز وحشتناکیه خب اون انسان رو از اون ریتمش میندازه یا اصلا ورزشکارا رو که نگاه کنید اونا دیگه این قضیه خیلی بلتره توی مم. زندگیشون چون حتی تو توی دوران حاملگی هم دیگه نمیتونن ورزش حرفه ای انجام بدن این یه ذره تناقض داره و این حالا جبر و ظلمیه که طبیعت در واقع میکنه به خانما ولی حالا اینجور چیزا رو نمیدونم احتمالا به مرور باید ساختار جوامه عوض بشه چون همچنان ما بر مبنای اینه که در واقع اکس... ذهنیت اکثریت اینه که خانم باید خونه بمونه حالا مم. ممکنه در آینده اینجوری بشه که آقا خونه بمونه یا اصلا یه سری محیط های باشه که بچه رو مثلا از سن خیلی کم با کیفیت مناسب بزرگ کنن تو فقط نانم و چند ساعت ببینیش یا همچین چیزی ولی یه چیزی این وسط باید تغییر کنه چون قطعا همسو نیستش با اینکه خانوما حرفه حرفه ای داشته باشن و اون رو ادامه بدن و بچه هم خانم باز بزرگ کنه تو اوکی مثلا شوهر بچه دارشی شوهر بمونه خونه یه سال و نیمه بچه نگردوی کنه تو بری سر کار وقتی در, در, در ماشین رو باز نکنه اوکی در که باز کنه دیگه نشون میده <لا> یه طوریه <تصف> <تصفح> <تصفح> ولی آخه به نظر من یه مرد نمیتونه کاری که یه زن میتونه مخصوصا تو مخصوصا میدونی شش ماه اول که باید شی بچه شیر بخوره و باید شیر مادر رو بخوره برای اینکه سلامتیش تو سلامتی مهمه خب آخه خب یه مردم بشینه خونه خب. چیکار شش ماه تو بشینی یه سال بعدش مرد بشینه اوکی سوال سخت داری میکنی الان من میذاری رو سپاد من دوست دارم بگم دوست دارم روشن فکر باشم ولی با این قضیه نمیتونم کنار میام من منم خودم خیلی اوپن نیستم نسبت به این قضیه یه تو شاید نگاه هم به مرده عوض شه آره یه طوری ببین خودت سخته دیگه ها میگم خود شما ها اوکی این بشین خونه دو ساله بچه نگهداری کنین ما اینکه خدا اومد بستگی حالا به نوع رابطه داره و اون صحبت هایی که میشه حالا اهدافی که هست از اون رابطه یعنی yani اگه که هر دو طرف اوکی باشن و حالا هدفش این باشه که بچه بدن... به دنیا بیارن و بخوان بزرگش بکنن آره خب برحال این وسط یکی باید یه به بغلیه... قول ساکریفایس ساکریفایس آره از خود گذشته انجام بده حالا هر کدومشون که خوبش کمتره <applause> آره دیگه معمولا همیشه هر کدومشون کمتره <قسمت ماش. تصفيق> <applause> <applause> نه آخه واقعا درسته خب هر... هم معمولا همینطوریه ببین انقدر هزینه ای حالا من نمیدونم اونجا چجوری ولی مثلا هزینه ای مفت به استرالیا مهد تو استرالیا راحت مثلا 35000 دلار در سال میشه بعد 35000 دلار افتر تکس مانی دیگه پولی که تو بعد از تکس میدی یعنی قبل از تکس تو شاید مثلا 30000 دلار بعد پول حتی اینجا, اینجا هم خیلی گرونه هم میدونیم آره بعد مثلا این افتر تکس یعنی تو از حقوق اصلی که مثلا مثلا یه حقوق سر دلار باشه تو تقریبا پنجا دلارش فقط میره برای چیز برای محتوی دک حالا فکر دو تا بچه داشته باشی سر هزار دلاری که در میاری همش فقط میره برای محتوی دک خب خیلی از زنها میگن من واسه چی برم سر کار که هیچی هم حقوق نگیرم آخرش یعنی سر یعنی هو هر چیزی که در میاد بره محد کودک خب اصلا نمیرم سر کار از این از این تصمیم مم. اینجوری هم هست دیگه مم. واسه سوالی چرا بچه دارشن که <applause> خوبصورت خوبصورت <اپیزوی> دیگه است. <تصفيق> 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 از ری تو خارج من میگم اینجا رو دیگه سیز کنیم ببنیم اپیزود چون داره به اپیزود دیگه که یک ساعت و چقدر بچه شما دارید من یک و پنج و چهار دارم یک ساعت دقیقه چلو یک بچه کجا میتونن شما رو پیدا کنن چنوانده ها همه جا توی اینستاگرام توی سپاتیفای توی فیکاکست بگو بگو همه رو بگو آره اینستاگرام یعنی ما تصویری رو توی یوتیوب میذاریم صوتی رو توی سپاتیفای گوگل پادکست کست باکس انکر اپل پادکست و صفحه فیسبوک و اینستاگرام هم داریم البته ج... اواخر متوجه شدیم که توی پادبیدم هم هستیم ما خودمون چیزی تو پادبید خدا یکی گذاشته تو خودش چیز میذاره خود انکر همه رو پخش انکر نمیذاره انکر نیست فکر کنم از کست باکس یه سام ها از کست باکس یه جا فید میشه دیگه آره آره ما نمیدونستیم یکی از مخاطبان به اون مسیج رو گفت من خیلی احساس تنهایی میکنم توی پادبین تنو تو منم خود اونم نمیدونستین <تصح> <applause> خیلی هم عالی مرسی که مهمون ما بودید مرسی که تشریف آوردید امید. امیدواریم که بتونیم رابطه رو را ادامه بدیم با هم دیگه اپیزودهای بیشتری ضبط کنیم در آینده کارو شما چیزی داشتی بگی یا اینکه من ببنم اپیزود نه همین من تشکر میکنم مرسی آرزو که اول با ما صحبت کرد به نظر من اپیزود جالبی بود تبادل نظر کردیم حسم میکنم جای خالی حالا اینجور جمع ها و اینجور مباحث توی شاید پاکست های فارسی حس بشه یعنی شاید کم باشه همچین شرایطی که بالاخره پنج شیش نفر آدمی که توی یه رنج سنی هستن و در واقع جنسیت های مختلف دارن بشینن ایدهاشون رو مطرح کنن به خوبه همچین اتفاقاتی بیفته موضوعاتی که در واقع بیشتر ماها باش تو جامعه در ارتباطی نه حالا موضوعات خیلی تخصصی مرسی دیگه مرسی از شما, دعوت کردیم ما رو ممنون بحث خوبی بود شلکه. آره منم من خیلی خوشم میاد از پادکست شما خوشم میاد که خیلی چیزین خیلی راحتین خیلی خوب انگار که مثلا نشستین دارین با همدیگه صحبت میکنین و حالا یه میدونی یعنی احساس صمیمیتی به آدم میده انگار که مثلا من شما رو سالها میشناسم خیلی خیلی خوشم میاد از کارتون قربان شما ادامه بدین داشتید داشت. داشت داشت ما توی تمام فضای مجازی اسم پادکست توی تلگرام توییتر فیسبوک اینستاگرام و اگر که میخواین با ما ارتباط مستقیم داشته باشید داریم توی تلگرام تاکس که میتونید اونجا بر ما پیام های صوتی تصویری و رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدیدی دیگه برمیگردیم فعلا خداحافظ 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 خدافظ خدا ما عکس هم بگیریم باشه